بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. اگه در آمریکا بودید، احیاناً تعطیلی آخر تابستون و باز شدن مدرسه ها، و اگرم جاهای دیگه هستید که هنوز در تعطیلات تابستانی هستید، اجازه بدید من صدای تلفن رو هم کم کنم، چون دوستان ماشاءالله همون نزدیکای برنامه زنگ میزنن. البته ما امروز یکم زود شروع کردیم، دلیلش هم اینه که دیگه این روزا هیچ کس منتظر کسی وای نمیسه. ماجرای اون قطاری که طرف آمد گفت که قطار مشهد مثلا، گفت که رفت، گفت غلط کرده، تیکتش دست منه. اینجا دیگه تیکت میکرد از بین رفته، شما میایین میزنین برنامه رو از هر ساعتی دلتون خواست نگاه میکنید، بنده میام اینجا از هر ساعتی دلم خواست شروع میکنم. و حسن این میدیا یا رسانه های اجتماعی این هست، هم از تلویزیون مردم، مردم تی وی دات کام، میتونید حدود 2 ساعت برگردید ویدیو رو از عقب، به اصطلاح از اول نگاه کنید، هم روی فیسبوک. و اگر دلتون نمیخواد که گذشته رو نگاه کنید، همزمان باشیم نگاه کنید، بعد از برنامه برید اون قسمتشو که ندیدید تماشا کنید. ممنون و متشکر میشم اگر شما هم در فیسبوک با دوستانتون به اصطلاح ویدیوهای ما یا برنامه های ما رو شیر کنید. میبینم که آقای مانی خورسندی این کار رو انجام میده و من هم تا اونجایی که تونستم ازشون تشکر کردم، ممنون و متشکرم. شما دوستانم اگه این کار رو انجام بدید، ممنون و متشکر، به قول دوستان پیشا پیش ازتون تشکر میکنم. دیدید 3 ماه قبل از ای هی به هم دیگه پیشا پیش سال نو را بهتون تبریک میگم، ولی یه چیز برخلاف عقیده یکی بنویسی 100 تا فوش پیشا پیش و پسا پس و اینها بهت میده. و اما شعر کارو برادر ویگن، اون شعری که میگفت باز کن مادر، فکرم اونم مال کارو بود، خشک شد یخ بست بر دامان و حلق دستم آخر، آخر ما در زمانی من جوانی شاد بودم، سر به سر دنیا اگر من بود من آزاد بودم. اینها در هر صورت این بند خدایی که مثلا میشه پسر گوگوش، برادر کارو، برادر ویگن، دختر ویگن، اینا معمولا خیلی تو جامعه موفق نمیشن، چون همیشه یا همین شازده خودمون، شازده خودش هیچ وقت وجود نداره، همیشه از یکی دیگه است. الحمدلله ماها خودمون بودیم و خودمون هستیم، گرچه خب پدر و مادرمون بودن که ما رو به دنیا آوردن، ولی ما دیگه به اصطلاح اونجایی که یک میتینگی بودم گفت شما 2 روز در زندگیتون مهمترین روزه، بگید ببینم، همه گفتن روز تولد، روز مرگ، گفت نه آقا، روز مرگ وقتی مردی که دیگه برای تو مهمترین نیست، گفت روزیه که خودتو شناختی، روزیه که فهمیدی چه کار میخوای انجام بدی، و روز تولد، بله روز تولد اولین و مهمترینه، روزی که خودتو شناختی، تصمیم گرفتی کجا زندگی کنی، چه کار کنی، با کی ازدواج کنی، اون روزم مهمترین روز زندگیت هست. و اما بذارید براتون این شعر رو نوشتم اینجا بیارم، امروز سعی میکنم بر اساس نوشته ها برم، چون پتیک یه متلک بهم گفت کجا انگار یادت میره از رو نوشته ها بخونی. چند روز گذشته حال من خوب نبود، حقیقتا یه کمردرد شدیدی گرفته بودم، بدونی که اصلا هیچ چیز سنگینی رو جابجا کنیم اینها، یا اینکه ما از بس کارگر هستیم و کارگرزاده انجام میدیم متوجه نمیشیم، تا بعد بدنمون میگه هی آقا دیگه 40 سالت نیست، دیگه 30 سالت نیست، دیگه 20 سالت نیست. و اما آقای پتیک وقتی کلاس اول بوده، خب تو همون مدرسه هم مادرش معلم بوده، بعد گویا یه املا مینویسه میگیره 19، برای که کلمات رو درشت نوشته بوده توی صفحه، مثلا 3 کلمه نوشته بوده اینها، و من نمیدونم معلم ها برای غلط معمولا نمره کم میکردن، برای اشتباه غلط اینها، خلاصه بهش میدن 19، و مادر این به معلم میگه که خب اینو باید تنبیه کنید، اگه قانون هست که تنبیه میشه این رو هم باید تنبیه کنی. هرچی اونا میگن نه، این بنده خدا میگه نه، برای این نباید به اصطلاح این تافته جدا بافته نباید بشه، و چی میگن تبعیض قائل نشین، و میگه هیچ وقت یادم نمیره این تنبیهی که شدم. البته من برام خیلی عجیبه که چگونه توی مدرسه حتی به کسی که 19 میگیره تنبیه میکنن، یعنی ما رو اصلا با چوب و اینها
بزرگ کردن، با کتک بزرگ کردن. تازه چقدر افتخار میکردیم که چوب معلم گله، هر کی نخورده خوله. بمانم در صورت گفتم نه مینویسم، بعض وقتا میام گیر دوستان میفتم دیگه یادم میره. حالا سعی میکنم که اینها رو بر اساس نوشته ها که از پایین مینویسیم، برعکس اونایی که از بالا مینویسن میان پایین، ما از پایین مینویسیم توی کار تلویزیون. تاریخ و روز چهارشنبه 4 سپتامبر 2019 است و برابر با 13 شهریور. 17 روز دیگه به آغاز مدارس در ایران باقی نمونده. احتمالاً این دوستان کمپوزیسیون و اپوزیسیون و قغنوس و مغنوس و نمیدونم فرشگرد و باراشگرد و اینها پیام هایی میدن به مردم. یه دوتا احمق هم لابد این وسط میان میگن مدرسه بریم مدرسه نریم، بماند. ما کاری به اونا نداریم، ما کار به اونایی داریم که قبول دارن با خرید یه دمپایی، یه کف میتونن یه بچه ای رو خوشحال کنن و وقتی میره مدرسه از دیگران خجالت نکشه که کفش نداره، یا مثلا هنوز آخر تابستون پاییز گرم هوا نسبتاً، ولی این مثلا باید چکمه و کفش زمستونی بپوشه مال قدیم داشته. کمک کنید به یه نفر، کمک کنید. میدونید یه داستانی هست، میگن یه نفر کنار دریا داشت میرفت، صبح بود و این ستاره های دریایی آمده بودن و این یکی یکی اینا رو بر میداشت مینداخت تو آب. طرف بهش گفت آقا بیکاری، هزاران ستاره اینجا ریخته، تو که نمیتونی همه اینا رو بندازی تو آب. گفت که من میدونم همه اینا رو نمیتونم بندازم تو آب، ولی اون یکی رو که میندازم تو آب و زنده میشه دوباره، اون به اصطلاح قدر این کار منو میدون. ممنونم. باز اگر شما هم با بهتون گفتم با فامیلتون در تماس هستید، با دوستتون در ایران در تماس هستید، با همسایه‌ای که قابل اطمینانه در تماس هستید، کمک کنید و نشینید منتظر که بریم و دولت رو سرنگون کنیم و بعد پول نفت رو که خوردن و ما بگیریم بدیم به اینها. پول نفت رو دوره شاه خوردن، به من و تو چیزی ندادن، دوره شیخ میخورن به من و تو چیزی نمیدن، بعدی هم که بیاد تازه 1000 تا چاله باید پر کنه اگه آدم منصفی باشه. اگر هم منصف نباشه که راه هم اینا رو ادامه میده. اتفاقا امروز یه مقاله اکبر گنجی نوشته بود در گویا، این گویا هم برای که صفحش پر بشه هر کسی از هر جایی میاد مقاله مینویسه، چه خوب چه بد، اون چاپ میکنه و در مورد همین نوشته بود که این انقلاب 57 یه جورایی زاییده همون حکومت پادشاهی و اینها بوده. و یک ایمیلی هم آقای آریانپور فرستاده بود که از یه طرف از یه نفر دیگه به دستشون رسیده بود که نفت ما کجا میرود. گفتم آقا نگاه کن، نفت ما تو دریا مثل دوز دریایی خرید و فروش میشه، بعدم حالا هرچی پول تو دوره شاه بهت دادن اینا میارن بهت میدن. برو آقا نفت ما رو میفروشن، پولاشم از بس اینا دیکتاتور ذاتش اینه، به مملکت خودش وفادار نیست، به ملت خودش اطمینان نداره، به سیستم بانکی خودش باور نداره، پولا رو میاره میذاره خارج. خارجم تا میاد بهش میگه اسمت چیه، میگه رفسنجانی، میگه نه آقا اگه حساب به نام رفسنجانی باز کنی، حساب به نام خامنه‌ای باز کنی، که هر کسی میتونه اینو پیدا کنه، بیار یه شرکتی برات باز میکنیم اسمشو بذار ABC LCC، یعنی شرکت سهامی با مسئولیت محدود. میگه خب این یعنی چی؟ میگه یعنی این که شما از همین الان ما رو استخدام میکنید، از همین الان از شما حقوق میگیریم و این پولا رو اینجا نگه میداریم. اونا منتظرن تا یه تقی به توقی بخوره اینا از بین برن، اونا پولا رو بکشن بالا. کجا سند و مدرکی شما از پولای رضا شاه میبینید؟ کجا قاجار که همیشه بدهکار بوده، پول قرض میگرفته میرفته وکیشن، اونا مثل آمریکایی‌ها زندگی میکردن. میدونستی قاجار پول قرض میکرده از کشورهای دیگه و میرفته تعطیلات. این خیلی جالبه، شاه تو مملکتش داره انقلاب میشه، میگه من دارم میرم تعطیلات، خیلی خسته هستم. این احمق ترامپ طوفان داره میاد اینجا، میگه من سفر ایرلند رو کنسل میکنم و اینجا وای میسم که در حالت اضطراری اینجا باشم، بعد میره گلف بازی میکنه. یعنی اصلا دیکتاتورا مثل که همشون توی مدرسه رفتن. دیدی اونایی که مثلا رفتن مدرسه رشته شیمی خوندن، همشون یک کتاب خوندن، اینا هم همونه، مثل که دیکتاتورا همشون، حالا چه شیخ باشه امامه سرش باشه، چه این ترامپ باشه، والا اسم معلوم هم نیه کلاگیسته چیه مسخرش میکنن، این سرش باشه چه شاه باشه که تاج سرش هست، همشون
پیرو یک فلسفه هستن. بمانه برگردیم به این آقای حسن ارشاد که روزای جمعه معمولا ویدیوهای جدیدشو پخش میکنه. این ماه به خاطر ماه محرم و کارهای گرفتاری که داره از طریق مغازه و فلانی ها، ویدیوی 237 رو نصفشو پر کرده بود، نصف دیگرش رو خسته شده بود و گفت نتونستم و دیروز فرستادن قسمت اول و دوم ویدیوی شماره 237. ما هم از همون دیروز گذاشتیم تو برنامه، حالا امروز بعد از برنامه من اون پخش میشه. دوستان وقتی میایین تو مردم‌تیوی.com فکر کنم ستینگ ما اینجوریه که شما اگه داری میبینی سوربی حرف میزنه حوصله شنیدن سوربی رو نداری، اون تایم لاین بهش میگن، اون ارور رو یا پیکان رو یا فلش رو میگیری برمیگردونی عقب، یکی دیگه میاد برمیگردونی عقبتر دوباره سوربی میاد و الی آخر. اینم از این ماجرا. اگر میخواین وقتی که من برنامه رو شروع میکنم شما متوجه بشید و اینها، یک ایکانی هست، یک باتنی هست، یک دکمه ای هست، یک کلیدی هست به نام فالو. فالو یعنی دنبال روی کردن، نه اینکه دنبال روی من باشید. یعنی این وقتی میاد شما میفهمید، وقتی سوربی عکس میذاره شما میفهمید، این رسم شده دیگه، تو یوتیوب هست، تو اینم هست، اونو شما بذارید. و بازم ازتون خواهش میکنم که برنامه ها رو با دوستانتونم شیر کنید. و اما بریم سراغ شعر کارو برادر ویگن که آقای فرهاد اسدی حاجیوند اینو فرستادن و من از ایشون ممنونم. بریم حالا ببینیم آقای فرهاد اسدی حاجیوند، وقتی کارت ردیف باشه و بنویسی پیدا کردن اینها هم آسونه. و ویدیو تو قسمت مسیجشون، یه ویدیو هم رو صفحهشون هست، عکس یعنی ویدیو یه آخوندیه که دزدی میکنه از یه فروشگاه، اونم بهتون نشون میدم. و اینجا مسیجشون رو میاریم و این ویدیو رو با هم تماشا میکنیم ببینیم که آقای کارو برادر ویگن چی میگه. خب میگه که باید بریم اون پایین و بله، خون صد شیخ به یک مست روا خواهم کرد. این رو هم داشته باشید. بریم ببینیم که آقای کارو چی میگه. کامرای دو برای شما، اون دستگاه ها فعلا خاموش تا ببینیم. خون صد شیخ به یک مست روا خواهم کرد، دکلمه با شعر و صدای زنده‌یاد کارو دردریان یا دردریان، دردر که نمیشه، دردریان هست، در رو گوهر احیانا. صداش رو باید باز کنم. زخم دل را با می ناب دوا خواهم کرد، من که هم می خورم و دردی آن پادشاهم، بهتر آن است که امشب به همان جا بروم، سر خود بر در خمخانه آن شانم، انقدر باده خورم تازه هم آزاد شوم، دست از دامن طناز رها خواهم کرد، خواهم از شیخ کشی شهره این شهر شوم، شیخ و ملا و مریدان همه را قهر شوم، بر مذاق همه شیخان دغل زر شوم، گر که روزی ز قضا حاکم این شهر شوم، خون صد شیخ به یک مست روا خواهم کرد. بسیار ممنون. البته متاسفانه ایشون بر حسب قضا و قدر حاکم شهر نشد و نتونست. ولی درباره خون شیخ و اینها امروز دیدم که یک دختر خانم جوانی گویا رفته بوده توی مسابقات فوتبال، بعد که این سپاه پاسداران اینا میگیرن ایشون فحاشی میکنه، اونا هم زندان و این چیزا، بعد از زندان که اومده بیرون خودش آتیش زده. من نوشتم ما عجب ملتی هستیم، به جایی که آخونده رو آتیش بزنیم میریم خودمون آتیش میزنیم. البته خواهر این دختر نوشته که این دو قطبی بوده، اینجا میگن دو شخصیتی، و
میگه که ما با وجودی که گفتیم تو دادگاه که بابا این الان دو سه ساله دکتر و دوا و درمون و این دو قطبی دو شخصیتی عوض میشه و اینها، اونا کاری به این چیزا نداشتن و محاکمه کردن و زندان دادن و این بعد از زندان اینجوری شده. حالا عکسو نوشتشم نشون میدم و گفتم که ببینید حالا این پدر و مادر بیچاره یه مدت که این تو زندان بوده، حالا خودشو سوزونده، اگر خودسوزی که کرده از بین رفته باشه که این پدر مادر یه اون داغدار میشه، اگر از بین نرفته باشه حالا یه اون باید پرستار بشه، پرستار دختری که به اصطلاح حالا دیگه لابد کار نمیتونه بکنه. میدونید اینایی که میسوزن خیلی وضعیت بدی دارن. در هر صورت نمیدونم چرا اینجوریه و نمیدونم چرا اینا این کارا رو میکنن. و باز یه چیز دیگه هم خوندم که یه جای دیگه هم یه نفر دیگه خودسوزی کرده. این وقتی که کمپوزیسیونی مثل مجاهدین میان احمقا به اصطلاح خودسوزی را میندازن و اینو فکر میکنن کار خیلی سختی رو انجام دادن، شقال قمر کردن، خب بچه های جوانم یاد میگیرن و این کار رو انجام میدن. من براتون اون عکس رو هم نشون میدم، اینجا نوشتم که فولدر یا پوشه عکس ها و ویدیو ها رو نشون بدم. خیلی ویدیو فرستاده این دوستمون از خلیج فارس، ولی میترسم اینا رو اگه نشون بدم یوتیوب یقمون رو بگیره نذاره همین برنامه خودمون رو هم پخش کنیم. دوستان اگه لطف کنید بنویسید صدا و تصویر چگونه است، احیانا اگه مردم تیوی رو مردمتیوی.com رو هم میتونید یه نگاهی کنید، اونجا هم به ما خبر بدید، ما با خیال راحت‌تری برنامه رو ادامه میدیم. ماجرای پتیک و اون داستانی که گفت و من گویا خیلی تلگرافی صحبت کردم، پتیک یقه من گرفت گفت ببین خودت با آقای مانی میگی آقا تلگرافی صحبت نکن، من متوجه نمیشم راجبه چیه، ولی خودت تلگرافی صحبت میکنی و انتظار داری مردم از مثلا ایمیل بین من و تو نوشتیم مطلع باشن با خبر باشن. ایشون کاملا درست میگه. از طرفی آقای بهرامی یه پیغام گذاشته، ایشون کاملا درست نمیگه ولی یه چیزایشو درست میگه، به خاطر همین من پیام ایشون رو پخش میکنم و در طی پخش پیام ایشون هیچی نمیگم ولی میشینم یادداشت مینویسم و امیدوارم این یادداشت نوشتن رو شما آقای بهرامی از پتیک یاد بگیرید که همیشه قلم کاغذش همراهشه یادداشت مینویسه و شما دیگران هم این کار رو انجام بدید. مخصوصا الان دقت کنید ببینید در همین پیام کمتر از 2 دقیقه‌ای آقای بهرامی چند بار ایشون یه چیزایی رو تکرار میکنه. دوستان تکرار مکررات شنونده یا بیننده رو خسته میکنه، بعد توجهشون رو به گفته های شما کم میکنه. برای همین هست که شما باید بنویسی، وقتی نوشتی بعد خط بزنی که اینو نوشتم خوندم دیگه تکرار نشه. بریم بشنویم صدای مردم رو از تلویزیون مردم. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه های خودتون رو داشته باشید و صدای خودتون و تصویر خودتون رو به گوش و چشم عقل و هوش مردم برسونید. ببینیم که آقای خسرو بهرامی از نیویورک زیبا چی میگه. بله خیلی ممنون سعید میگه من هر دو رو چیز کردم، فیسبوک has louder sound volume. بله دیگه اون قسمت هاشو که ما نمیتونیم کنترل کنیم، اینا سیستم هاشونه که مثلا یکیش میبینی سیستم مونوه، یکیش استریو، یکیش میبینی یه نوع دیگه است. و ما اینجا مثلا میتونیم خروجی رو 75 نگه داریم ولی اون وقت برای هر دوشون هست، ولی اگه یکیش اونجا زیاد و کم شد دیگه شما حالا حق انتخاب دارین که کدوم رو گوش کنید که به گوش شما آشناتر یعنی راحت تر باشه. ممنونم از سعید عزیز. بریم سراغ بهرامی و مسیج ایشون رو بشنویم. من قول دادم که در طی پیام ایشون صحبتی نکنم. سلام آقای صوربی، بهرامی هستم از نیویورک. جواب مسیج شما رو میخوام بدم. مسیج گوشتم شما همیشه دوست داریم اگه بگیم مردم مسیج بذارن من پخش میکنم، اگه دوست نداریم چون تلفن خصوصیه، تلویزیون خصوصیه دست خودتونه برنامه، برای همینه که مردم مسیج نمیذارن چون بهشون میپرین یا قطع و وصل میکنین. قطع و وصل کردن نداره، شما قبل از اینکه مسیج رو گوش کنین بذارین پخش شه، بعدا نظر خودتونو بدین.
شما هی قطع میکنی هی وز میکنی، بعدن هم که براتون تک میفرستن میگه اوف آخسو ساری باتر، بذاری اول مسیج رو گوش کنی بعدن هم پخش کنی، این اگه دوست نداری هم پخش نکنین اصلا، ما اجباری هم نداریم. وقتی که بیننده زنگ میزنه نظر خودشو میگه و من هر حرفی هم که میزنم مسئولیتش با خودمه، بیننده تونم که آقای اکبری همشریتونو جوابتونو داد. اینجوری که نمیشه، اگه شما هرچی دلتون میخواد بگین و بیننده هم گوش کنه بگه چش شما درست میگی، شما خودتون میگی من رفتم کلاس کلاس تیوی برجهت درد مسیج کامل گوش کنی و من نظر خودتون بدی. ما هیچ وقت هم بیعتنائی نکردیم که چیزی باشه، هر حرفی هم میزنیم ما مسئولیتشو قبول میکنیم، عکسمون خودمون صدامون تلفنمون هم هر کم اعتراضی نظری داره به اون زنگ میزنه میگه، هیچی برای شما پرشری چیزی هم نیست. خیلی ممنون، روز خوبی داشته باشی. برجهت نظر خودمون گفتم، خیلی ممنون. خب بسیار ممنون دوستان. من یه مدتی توی لوز کار میکردم، لوز یه جایی مثل هوم دیپو، بعضی از شهرها دارن بعضی ها ندارن. اونجا به ما یاد داده بودن که این تلفنایی که روی میز هست و اینجوری نیست، اجازه بدیم اینجوری نیست، اینا رو شما وقتی برمیدارید یه دکمه زیرشه اون ارتباط رو وصل میکن، مثل این که الان من میزنم مثلا این، اجازه بدید صداش زیاد کنم، ببینید این وصل میکنه این قطع میکنه، اونا کلیدش خودش اون زیر تا شما برمیدارید اتوماتیکوار وصل میشه، بعد شما شماره میگیرید بعد صحبت میکنید. به ما یاد داده بودن که اون آخر کار قبل از اینکه تلفن رو بذارید زمین با انگشتتون اون چیزه رو فشار بدید. دلیلش اینه که شما اینو که میزنی حالا یه صدای اینجوری میاد، صدای چجوری میاد الان بهتون میگم. آخر پیام آقای بهرامی رو گوش کنید، وقتی ایشون تشکر میکنه و خداحافظی میکنه، بذارید من بیارم اینجا گوش کنید ببینید. خیلی ممنون. حالا این وقتی که مثلا توی پیجر یا توی اون سیستم داخلی یه چیزی هم بهش میگفتن پرایویت پی آی، یه چیز اینجوری بود که توی سی بی هم هست، وقتی شما صدا میزنی یه کسی رو که مثلا مثل تو بیمارستان مثلا صدا میزنن دکتر رسولی اتاق جراحی، این اگه طرق این گوشی رو بزنه زمین یه چیز بد داره، حالت پروفشنال یا حرفه‌ای نداره. در صورت این از این، اینه برای آقای بهرامی میگم که وقتی با مشتریاش صحبت میکنه یه جای پیام میذاره این کارا انجام بده، یا یه تیکه ابر کوچولو بچسبونید به اون، این موکتای هست که زیر مبل و اینا میچسبونن، بچسبونید به اون که وقتی اینو میذارید اون موکته جلو این بگیره. البته بعضی وقتا ممکنه وقت قطع نشه همینجوری چیز کنه، درست خودتون درست شد. این یک. من توی این پیامی که الان آقای بهرامی گذاشت 3-4 خط نوشتم. خب پیام گذاشتم، مردم پیام نمیذارن چون قطع و وصل میشه. خب ببخشید حالا بذارن نذارن چه فرقی به حال من میکنه؟ ما که اینجا نگفتیم هر کی پیام میذاره $2 بده. اتفاقا یه تلویزیون این آقای چیز داشت، پرچونه بهروز شیر شیرز خاملیش یادم رفت، و این شما باید پول میدادی تا زنگ بزنی. یه تلویزیون دیگه بود مال اون آقای سینا، چه آدمایی بودن رفتن نیستن هستن عاقل شدن از کار تلویزیون رفتن بیرون، اینا شما باید پول میدادی تا زنگ بزنی. ولی وقتی شما اینجا زنگ میزنی مجانی، من تنها به این دلیل که پیام ها رو گفتم برای که قبل از برنامه نشینم یه بار دیگه وقت بذارم گوش نمیدم و میخوام اینجا همزمان با دوستان گوش بدن، و گفتیم یه ابتکاری باشه، یه مصاحبه غیابی باشه، با وجودی که شما اون ور هستی ما این ور هستیم، قطع وصل میکنیم جواب میدیم. حالا شما اینجوری دوست داری چشم،
اولا خیلی جالب بود، میگن وقتی ما اعتراض میکنیم شما میگه آخسو، این آخسو همون به اصطلاح چیزیه که آلمان میگفتن، یه اتفاقی که میفته براشون به اصطلاح شما توضیح میدی، اینا میگه آخسو، یعنی او اینجوریه، بله چیزی. بعد نصفش آلمانی گفته آخسو، بعد این ورش انگلیسی میگه ساری. این نشون میده که ما ایرانی ها بالاخره حالا یا به دلیل انقلاب یا به دلیل مالی، به دلیل هرچی، یا به دلیل سیاسی بلند شدیم و مهاجرت کردیم و اومدیم. اشتباهی بعضی ها میگن ما تبعید شدیم، از بس ما گفتیم، بعضی ها رو درست کردن میگن ما خود تبعید هستیم. آقا شما مهاجری، خود تبعید یعنی چی؟ و الا اگه دولت تبعید میکرد آقای بهرامی رو به نیویورک، آقای مانی خورسندی رو به کانادا، سوربی رو به واشنگتن، والا بلا همه صف میبستن و میگفتن آقای آخوند لطفا ما رو تبعید کنیم. این تبعید نیست عزیز من، این مهاجرت. و به چه مخاطراتی هم خودمون رو میندازیم تا این مهاجرت رو انجام بدیم، ولی اومدیم اینجا بگیم مهاجرت کردیم و مهاجرت چیز خوبیه، تو تاریخ انجام شده چیز خوبیه. و ایشون میگه بیننده نظر خودش رو میگه. خب ما که نگفتیم نظر خودش رو نگه، میگیم اون نظر خودش رو که میگه، ما بلافاصله تا یادمونه نظر خودمون رو درباره اون مطلب مشخص بگیم. خب هر جا ایشون میگه شما ما رو قطع میکنی که خودتون هرچی دلتون میخواد بگین. خب من اگه شما رو هم قطع نکنم بعد از پیغام باز هرچی دلم میخواد میگم، چون میکروفون دست منه دیگه، اینجاست. پس این چیز بیخودیه، اصلا عنوان کردنش هم بیخود. و بیننده هم قبول کنه، آقا شما چند سال منو میشناسید؟ ما کی گفتیم بیننده قبول کنه؟ گفتیم بیننده اول تحمل کنه، بعدن تأمل کنه، بعدن تحقیق کنه، بعد از تحقیق دیگه خودش تصمیم میگیره قبول کنه یا نکنه. ما کی گفتیم قبول کنه؟ اینم اشتباه شما بود. و خب بالاخره امیدواریم که بهتر بشه. و شما میگین مسئولیت گفته‌های من با خودم هست. نه آقا به این سادگی نیست. شما الان اگر آمدی یه خبری رو گفتی من پخش کردم، این خبر دروغ بود، این خبر از تلویزیون مردم پخش شده، با وجودی که ما نشون میدیم و مینویسیم که دیسکلیم میکنیم. بذار ببینم من دیسکلیمر رو میتونم بیارم اینجا الان نشونتون بدم. دیسکلیم سوربی، بله ببینید پلیر 3. ولی با همه اینها همین دیروز یه دوستی یه ویدیویی برای من فرستاده بود که آقا اولین ویدیوی ما درست شد، اینو پخش کن. خب منم خیلی قشنگ میتونستم بگم آقا $100، $50، $20، $30 بده تا پخشش کنم. گفتم آقا من اینو پخش نمیکنم، این شما کپی رایت یه خواننده ایرانی رو به اصطلاح زیر پا گذاشتی و حالا اگه اونم اینو نبینه شکایت نکنه، من که میتونم به شما یه چیزی یاد بدم؟ این کارو نباید بکنید مگر اینکه از این اجازه بگیری، مخصوصا وقتی که اون آمده اینو در یک جایی گفته به خاطر یه برنامه‌ای، حالا یا مناجات یا شعر یا هر چی، ولی شما داری برای یک کار دیگه اش استفاده می‌کنی. شما دیدید آخوندا این آقای شجریان میگه آقا صدای منو پخش نکن. آقای فرهاد مهراد بود یا مهرداد، فرهاد مهر، همون جمعه روز خوبی بوده، روز بعدی بود اینا، همسرش خب خودش که فوت شد، میگه آقا شما پخش نکنید، حتی اگه قرار پول بدید ما پول نمیخوایم، ما نمیخوایم از این سیستم پخش بشه. خب اگه اینا تو ایران وقتی دیکتاتوریه این کارو میکنن، من و شما تو آمریکا و کانادا همین کارو انجام بدیم، چه فرقی داره؟ فقط خاکمون عوض شده. بمانه. بله. دومین آبروریزی ترامپ در رابطه با برخورد با خبرنگارا. چند روز پیش یک دیوانه ای هست، نمیدونم مال راشا هست، مال کجا هست، اسمش الان را نرفته، یه ریش پروفسوری داره و این وقتی هم میآوردنش تو این تلویزیون، اولی که میمد میگفت گریدینگ، این دعواش میشه با، ببینید دوستان وقتی مثلا ما میگیم مجله پلی بوی، شما فکر نکنید مجله پلی بوی اولش تا آخرش همش صفحه‌های سکسی و اینا هست، خیلی مقالای خوب داره، خیلی چیزها رو یاد میده. من خودم بهتون بگم اون موقع که
به اصطلاح چیز نبود اینترنت و اینها. من این بستن کراوات رو از مجله پلی بوی یه صفحه بود چند نوع فکل کراوات رو یاد میداد که یکیش دبله که صاف وای میسه، اینجوری وسط وای میسه، یکیش یه طرفن برای کراوات های کوتاه‌تر و اینها، چند رقم فکل زدن کراوات رو یاد میداد و چیزهای زیادی داره، خیلی مقالای زیادی داره. حالا یکی از این خبرنگارا مال از طرف پلی بوی توی کاخ سفید بوده و این مردک با هم دعواشون میشه، ترامپ اونو به اصطلاح کارتشو میگیره و میکنه بیرون. ولی به خاطر اینکه همین کار رو برای سی ان ان انجام داده بود و سی ان ان وان نداده بود و رفته بود دادگاه و هنوز نور امیدی در این تاریکی تونل آمریکا میدرخشه و اون دادگاه به ترامپ و کاخ سفید گفت ببین این خونه مردمه، این تو آمدی داری از خونه پابلیک استفاده میکنی و اینا حق دارن اینجا باشن. کارتر به اون آقای جیم مال جیم بعدم کتاب نوشت و اینها کارت رو پس داد و دیروزم کارت این آقای رو خبرنگار پلی بوی رو بهش پس دادن. و یه چیز خیلی جالبه بهتون بگم، ما همین سال 2016 و اینها گفتیم خب ما هم که الان نزدیک واشنگتن هستیم، این یه احمقی پیغام گذاشته بود، معتاده دیگه، اولا میگه من که برنامه رو نگاه نمی کنم ولی جمله به جمله برنامه من نگاه کرده و گفته، بعد میگه که تو ویرجینیا زندگی میکنی میگه واشنگتن. گفتم نگاه کن این معتادا مغزشون واقعا میگن فریز شده. اولا واشنگتن، ویرجینیا، مریلند، شما رو نقشه نگاه کنی اینجوری نیست که مثلا مثل ویرجینیا و نورت کارولینا باشه وقتی من میرم دو ساعت تو صحرا برم هیچ خبری نباشه برسم به یه شهر دیگه. شما از 66 که میرین روی پل نوشته خوش آمدید به واشنگتن، از این وقت که میری روی پل کبنجان نوشته خوش آمدید به مریلند. انقدر این دوتا نزدیکن و واشنگتن وسط این دوتا قرار گرفته که بارها گفتن آه واشنگتن که ایالت نیست، یا بدیمش به ویرجینیا یا بدیمش به مریلند کارمون آسون بشه. و انقدر این سه تا شهر، ایالت، هرچی، دیستریکت آف کولومبیا با هم نزدیکن که الان بهشون میگن DMV، که با اون DMV دیپارتمنت آف موتور ویکل گاهی وقتا اشتباه میشه. DMV یعنی DC، مریلند، ویرجینیا. بستگی به جمله‌ای که می‌نویسن شما باید بفهمید که حالا این منظورش سه تا شهر یا این. در هر صورت داشتیم چی میگفتیم؟ گفتیم که این ترامپ و واشنگتن و کاخ سفید و اینها و ماجرای این که اصلا واشنگتن و ویرجینیا، اولا واشنگتن زندگی کردن افتخار نیست، یه شهر کثیف، سرویس بد، همونجوری که نیویورک زندگی کردن افتخار نیست، باز یه شهر کثیف، موش، سرویس بد. ویرجینیا یک جای بسیار تمیز، یه جایی که تا چند سال پیش و هنوزم بعضی مثلا فیرفاکس کاونتی اولین کاونتی پولدار آمریکا بود تا مدت ها. بعد این ویرجینیا، مکلین، گریت فالز، حالا ما که فقیر فقرا هستیم هم فیرفاکس و وینا و فالسچرچ اینها هستیم، ولی اینا وقتی دشمنت میشن اصلا نمیدونن چرا دشمنت هستن، هرچی از دهن کسیفشون در میاد بهت میگن. یه معتاد دیگه، همشون معتادن اینا، و یه معتاد دیگه که اون دفعه با شماره 818 زنگ زده بود و فکس ماشین بود، این بارم پیغام گذاشته و اینا نمیفهمن چون میترسن، اصلا صداشون لرزان و قابل فهم نیست. اولا چون فوش میدن، بعد یواش یواش صحبت میکنن، بعد شماره قلابی میخوان بذارن، بعد از فکس زنگ میزنن، یعنی هزار و یک اشکال تو کار اینا. و الا مردک، دیوانه، احمق، معتاد، ما که گفتیم که شما بیا اصلا تو تلویزیون مردم برنامه بذار خلاف من صحبت، بگو آقا این سوربی که میگه دو دوتا میشه پنجتا غلط میکنه، اشتباهه، دو دوتا میشه چهارتا. بعد به قول آقای بهرامی مردم قضاوت میکنن میفهمن تو درست میگی سوربی غلط میگه. اینم از این. و این سعید یه چیزی یاد من داد سالها پیش، خیلی ممنونم که واقعا اعصاب آدم راحت میشه، که آقا یه چیزی آشغاله اینو نگیر تو دستت، به من بگو نگاه کن فلانی برام این آشغال فرستاده.
خب منم میگم نگاه کن سربی میاره به من آشغال میده، بنداز تو سطل آشغال، تا سطل آشغال برو خالی کن تو خیابون، نه تو خیابونا. واقعا یه ویدیویی میدیدم آقای صحبت میکنه، کارگردانه صحبت میکنه، میگه شما نگاه کنید ماشین جلویی میره خیلی شیک، به پول ایرانم میگه چند میلیارد فلان پولشه، بعد شیشه رو میکشن پایین، یه دست خیلی ظریف با جواهر و فلان اینا، یک کیسه آشغال میندازه بیرون که مثلا موز خورده، سیب خورده، یا سیگارشو میندازه بیرون. بعد خیلی گفت که نشستم سیگار کشیدم و فکر کردم، بعد و البته سیگار کشیدن چون جنبه آموزش منفی داره، شما سیگار کشیدن رو پاک کنید از این ماجرا، فکر کردم که چرا ما این کارو میکنیم. گفت ما کشورمون، خیابونمون، اینها بهشون تعلق نداریم و اونا به ما تعلق ندارن، ما فکر نمیکنیم این خیابون ما هست. گفت شما نگاه کنید مادر بزرگمون، مادرمون هم حتی جارو میکرد خیابون خونه رو، اینجوری در کوچه رو باز میکرد میریخت تو کوچه. من یادمه سال 2005 رفتم خونه یکی از دوستامون شیراز و اون روز این سطلای آشغالی، خیلی سطل آشغالی بد، سراش درست بسته نمیشه و حلبی بود کج و موج و اینها، و کلاغ هم اومده بود همه رو پخش کرده بود. به این دوستم گفتم آقا این کلاغ ها اومدن هرچی توش بوده بردن، حالا بیا جمع کنیم. گفت نه آقا، گفت پدرش شهرداری، ما پول میدیم بیان جمع کنه. حالا تو شیراز من فکر نمیکنم مالیات هم اگه میدیم اونجوری باشه که مثل آمریکا مستقیما، قشنگ اینجا به ما میگه شما مای 40 دلار باید پول آشغالی بدی، مای اینقدر باید پول اون بدی، همه چی معلومه. یه حسن دیگه ای که اگه دقت کرده باشید توی آمریکا، وقتی ما از مثلا آلمان اومدیم یه دفعه دیدیم اینجا نوشته 100 دلار، 100 دلار در آوردیم بدیم یه چیزی، گفت آقا میشه 100 و اون موقع میشد 104 دلار. گفتیم چرا نوشته 100 دلار؟ گفت نه 4 دلار هم تکسشه. و تو آلمان تکس رو نمینوشت، تکس رو میکرد تو قیمت، تو ما متوجه نمیشدی، مثل تو ایران تکس مالیات میرفت تو قیمت قند و چایی، متوجه نمیشدی. اینجا تو آمریکا اینو جدا نگه میدارن که شما همیشه اون احساس این که آقا من مالیات میدم، من صاحب این شهرم، من برای خونم مالیات میدم، برای ماشینم مالیات میدم، برای موتورسیکلت مالیات میدم، برای خوراک که میخورم مالیات میدم، برای دوا رو گفتن اونی که اگه نخوری میمیری اونو مالیات نده. دلیلش هم میدونی چیه؟ میخوان زنده بمونی بری کار کنی بیاری پول بدی، و الا اونم ازت مالیات میگرفتن. اینجا الان مالیات روزی که من اومدم آمریکا 4% یا 3.5 بود، الان شده 6%. میری یه جای واشنگتن 10%، میری فیرفکس وینا 10%، تاون آف وینا 10%. رستوران اگه میری چی میخوری میگه آها این پولداره، این خودش نمیره مثل پتیک یه سوسیس بخره یا آبجو بخوره کیف کنه، این اومده من براش کار کنم. خب پس ما یک لقمه از گوشتشو میکنیم، به جای 6% ازتون 10% مالیات میگیرن. و اینم از این ماجرا. و اما یه عکس از بیژن گفتم اینجاست، من این عکس رو نشون بدم، اینا رو نوشتم که یکی یکی کار رو با ترتیب. و بیژن جعفری، آقای بیژن جعفری مدیر و صاحب به اصطلاح بنگاه، چی میگفتن بنگاه ماشین، چی میگفتن تو ایران اتومبیل و اینها هستن، به نام والنتاین. والنتاین همون ملای عشقه، آخوند عشقه، امام عشقه، سنت والنتاین هست. و کارشون خیلی درسته، اگه خواستید ماشینی بخرید، ماشینی بفروشید، باهاشون مشورت کنید. و اما ببینیم که آقای والنتاین بیژن برای ما چی گذاشته. نوشتم عکس بیژن، بله یک ویدیویی رو از یک خانمی، نمیدونم چرا نوشتم عکس، یک ویدیویی رو از یک خانمی، از یک مادری نشون میده که این مادره میاد میگه که به دادگاه و دادستان و قاضی و اینها هست، میگه شما به ما گفتیم با کسی مصاحبه نکنیم، سر و صدا نکنیم. حالا بذارید بهتون نشون بدم، اصلا این کامرای دو اینجا، این و بیایم سراغ select area. بله، حالا که دختر بیگناه هم را زندانی کردن،
من تا زنده ام میشوم صدای دخترم سبا. کامرای دو، این چرا این خاموش نکردم؟ زمانش اشتباه کردم. با هم میشنویم. راحله احمدی هستم، مادر سبا پردفشاری. حکم دختر من ابلاغ شد، 24 سال حبس. آقای قاضی افشاری، گوش کنی صدای من مادر دلشکسته رو. شما گفتید سکوت کن، گفتین هیاهو نکن. منم سکوت کردم، هیاهو نکردم. این بود نتیجه سکوت من. مگه دختر من چیکار کرده بود؟ دختر من اختلاسگر نبود، دوز نبود، قاتل نبود. دختر 20 ساله من، سبای من، به خاطر شرافتش، به خاطر انسانیتش صدای کارگرا شد، صدای مظلوما شد، صدای زندانیان گمنام و بی صدا شد، صدای قربانیان فشافویا و قرچک شد. نگفت به ظلم، نگفت به گرونی، نگفت به حجاب اجباری. اگر هر کس این روسری رو از سرش برداره، باید 15 سال بره زندان، باید بهترین روزای عمرش رو تو زندان بگذرونه. پس اختلاسگرا، دزدا و قاتلا کجا رفتن؟ اونا رفتن تو کانادا گردش رو تفریح کردن. این ظلمه، این عدالت نیست. تو رو خدا با ارقام بازی نکنید، تو رو خدا عدالت رو برقرار کنید. هنر پیشه ها، هنرمندا، شما چی کار میکنید؟ شما صدای کی شدید؟ شما رفتید خارج از کشور، حجاب از سر برداشتید، بهترین تفریح و گردش رو کردید. چرا سبوت کردید؟ چرا پشت به مردم کشورتون کردید؟ چرا سبا صدای سبای 20 ساله من نمیشید؟ چرا سبوت میکنید؟ نماینده های مجلس، اصلاح طلب، شما که با رأی ما، با رأی سباها به پست و مقام رسیدید، چرا سبوت کردید؟ چرا صدای سبا دختر 20 ساله من نمیشید؟ اگه همه شما هم سکوت کنید، من یه مادرم، من یه مادرم نمیتونم سکوت کنم. انقدر فریاد میزنم تا صدای مظلومی دخترم و تا صدای بیگناهی دخترم و به گوش دنیا برسونم. انقدر فریاد میزنم تا عرش خدا را میرزونم. ای ظالما، شما باید تاوان تک تک ظلماتون را بدید. امیدوارم. خب دوستان، شما نظرتون چیه درباره این نوع ویدیوها، درباره این اعمال؟ و ملت هم نشستند و هیچ کاری انجام نمیدن. مثلا یه مقاله هست، اگه برسم میخونم، درباره این که چرا ملت کاری انجام نمیدن. خب یه فیلمی هم آقای علیرضا سلیمانی گذاشته، ما چون 4-5 روزی بود با شماها نبودیم، با کوله بار پوری آمدیم که نگو و نپرس. ببینم حالا این چی هست، این فیلم. بله، آقای علیرضا سلیمانی. آن از یک محلی ایشون یه ویدیویی فرستاده، بذارید با هم گوش بدیم یه مقدارشو، یا من اینو ببندم از توی صفحه مسنجر باز کنم که بهتر ویدیوش دیده بشه. خیلی جالب بود، من اصلا همچین چیزی خبر نداشتم. شما اطلاع داشتید از یه همچین جایی و اینها؟ که این هست کامرای دو برای شما، و بریم سراغ سال 1368 است. 30 سال است که زمان متوقف شده. پشت این دیوارها شهری است در سکوت، و درهایی که هر کدام به دنیایی باز می شود در 100 سال قبل. اینجا زنهایی هستند که تصمیم گرفتند هرگز از خانه هایشان بیرون نیایند. ماجرا از زمان مشروطه شروع شد، زمانی که میرزا مشتهد تبریزی از فقهای دوره قاجار
دوستم ببخشید من اینو برمیگردونم از اول، شما هم گوش کنید ببینید من درست شنیدم. میگه سال 1368 است، 30 سال است که زمان متوقف شده. گوش کنید با هم. سال 1368 است، 30 سال است که زمان متوقف شده. پشت این دیوارها شهری است در سکوت و درهایی که هر کدام به دنیایی باز می شود در 100 سال قبل. اینجا زنهایی هستند که تصمیم گرفتند هرگز از خانه هایشان بیرون نیایند. ماجرا از زمان مشروط شروع شد، زمانی که میرزا مشتهد تبریزی از فقهای دورای قاجار فتوا میده که مردم از تکنولوژی روز آخر عمرشون استفاده نکنن. گذاری هم روستایی هست اینجا اصلا نه آب نه برق نه گاز نه هیچی شما نمیدونیم. گفتم خدای مگه میشه داریم هم چیزی؟ اصلا ما تفریح امروز فراموش میشه. گفتم فردا بریم اونجا رو اینجا زومش. ورود زنان ممنوع است، اما اگر با حجاب کامل باشید شاید پذیرای شما باشند. در هر حال صحبت با زنان نامحرم خط قرمز مردان این روستاست. همه چیز اینجا توی سکوت و آرامشه، نه تکنولوژی، نه موبایلی، نه تلویزیون، حتی میگن شناسنامه ندارن. اینجا هم روستای ایستا. خب اهالی روستا کجا؟ شما جز اهالی روستا هستید؟ اونا جز اهالی روستا؟ نه 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 سلام. مال آدم و عادیه، نه مال خبرنگار. نه خبرنگار چه اصلا از در داخل نمیزنیم. آره بگیرم مردم آدم چیزی بگیرم. به هر حال ما نتونستیم یه گفتگوی خیلی جامع و کاملی بگیریم که متوجه بشیم داخل روستا چه خبره. یعنی پشت این دیوارا هنوز هست، اما به هر حال مهمون نوازیش مشخص شد و ما از این خربوزه های ارگانیک دارم جمع کنیم بریم اونجا. بریم دمه در میشه با آتون بریم. بریم دمه در بریم اونجا با آتون بریم. باشه یه حریم خودتونه دیگه، باید هر چی شما بگید ما بگید، ولی باید آرز مهمون نوازیتون با این همه که ما آمده ولی ناآگاهانه بود. یعنی ما واقعا بابا ناآگاهانه این سلاف دیگه اینگه هم مردم هم میگن اینا نمیزارن. من آمدم پیششون، بچه ها رفتن اونجا دیدم بچه اونجا کنده باشه صحبت کنید. ما دنبال یه نفر بودیم ببینیم صحبت. اولین نفری که من دیدم وایستاد، یعنی ما خواهی باید اصلا نمیخواستیم که مثلا با کسی حرف نزنیم. بچه هم رفتن اونجا پدر ما رو در آورد مثل شما این خود رو کار اهالی روستا حاضر به گفتگو مقابل دوربین نشدند. از روستا خارج شدیم تا شاید راهی پیدا کنیم تا به اطلاعات بیشتری برسیم. شناختی خب از اون لحاظ مثلا چیشون فقط میدونیم که مثلا 15-16 سال بیشتر اینجا هم حدود 30 سال پیش اومدن، ولی خب داخلیشون نمیدونیم مثلا چی اینا، چون اصلا کسی رو تالو داخل رو نهردن. ما خواستون توب اون چیزا میبریم به موقعی که نیاز دارن، پوشال اسب از اینجا میبریم اینا میریم تو رو خود اسبای خوب ها 800 میلیون 901 میلیارد اینطوری تو حساب کتاب هم میشنیم دیگه. زن و بچه شونو که کسی نهیده چون اصلا نمیذارن. خب تا همینجا بسه، اگه خواستید بعدا براتون لینکشو میفرستم یا روی فیسبوک میذارم. ولی من فکر کنم اون خانمه میخواست بگه 100 سال، گفت 30 سال، چون اگر 1368 این فیلم بوده، این گزارش بوده، 30 سال برگردی عقب میشه 1338. 1338 که دوره شاه بوده، پس دوره قاجار نبوده. و جالبه، ولی اگه 100 سال باشه و الان هم 30 سال دیگه گذشته و اینها،
میشه مثل همین ماجرای مرمنایی که اینجا هستن. البته مرمنان نمیدونم که مثل اون آقای یه سری دیگه هم هستن تو پنسیلوانیا که هنوز با دروشکه میرن این برو بر و بعضی هاشون برق و اینا ندارن، اونا رو نمیدونم، آمیشا بهشون میگن و اصلا جای دیدنیه برای تفریح. بعضی ها میرن یه روز دو روز از واشنگتن، یه روز میتونی بری برگردی، صبح دو ساعت بری، شبم دو ساعت برگردی و بری نگاه کنی چجوری زندگی میکنن. خیلی ساده، لباسایی که تنشونه همه ساده است. بعضی تا چند مدت پیش اصلا دکمه نداشت، خانوما هنوز توری و روسری رو سرشون رو اینجوریه. خانوما حق ندارن شلوار بپوشن، دامنای یا قبای بلند میپوشن و اینها. و من اینو نمیدونستم که توی ایرانم یه جایی هست و جالب آخوندا فعلا یا تا اون سال به اینا اذیت و آزار نرسوندن. البته این آقا میگه اسبایی که اینجا هست اسبای خیلی گرون و اینها هست، احتمالاً آخوندا هم لابد اونجا از اسبا رو میخرن و نگه میدارن، نمیدونم والا، ولی من همچین چیزی تا حالا ندیده بودم، نشنیده بودم. شما چی؟ و اما این خانمی که صحبت میکرد در رابطه با دخترش به نام سبا، گفت هنرپیشا شما که میرین خارج حجابتون رو در میارین، میدونید در چند ماه گذشته مخصوصا چند نفر از این خانمایی که توی ایران خیلی طرفدار حجاب بودن و اینها وقتی آمدن بیرون فوری بی حجاب شدن و مردم بهشون اعتراض کردن. ولی برگردیم به حالا هنرپیشا و خواننده‌هایی که قبل از انقلاب اومدن یا بعد از انقلاب اومدن و از دست آخوندا به اصطلاح مهاجرت کردن. اونا چی کار کردن برای من و شما؟ یکی از اینها آقای مرتضی برجسته است. مرتضی برجسته یه خواننده‌ای بود خیلی بی سر و صدا. بعد ما شنیده بودیم که بلیتی برنده شده و استودیوی ساخته و این استودیو هم پول خوبی در میاره خودش، هم به خواننده‌های دیگه به اصطلاح با نرخ خوبی حساب میکنه. این تا اینجایی بود که ما شنیدیم. چند مدت پیش از طریق یه دوست دیگه من شنیدم که مرتضی از همسرش جدا شد و حتی همسرش رفته بود یه جای خونه اجاره کنه و اون طرف دوست ما بود و اینها بمانه. آقای مرتضی یک مصاحبه داره با آقای شهرام همایون. شهرام همایون هر کسی هر جا گیر میفته احتیاج به تناب داره که از چا بیاد بیرون، این شهرام همایون این تنابه، چون وارده، انقدر خودش تو چاله های مختلف چاهای مختلف افتاده که بلد. آقا مرتضی ماشاءالله فکر کنم 70 سالش باشه، چون اینا وقتی ما یک جوون 14-15 ساله بودیم اینا 20 چند سالشون بوده، خواننده بودن و اتفاقا اینجا اومد، آدم بسیار خوشمشرب و اینها هست دیگه، بالاخره وقتی هم میان خوانندگی دعوا که ندارن، تا میری سلام میکنی دست میدن و فلان اینا. ولی وجدانن بیاین اگه یه اشتباهی میکنی، آقای مرتضی، آقای شهرام، بگید ما اشتباه کردیم، ما پیرمردی هستیم که این دختر جوان آمد گول چی میدونم گول قنبلش رو خوردیم، گول صورتش رو خوردیم، گول سینه های برجستش رو خوردیم و رفتیم باهاش، حالا اومده یقمون گرفته میخواد از اون پول تلکه کنه و ما نمیخوایم بدیم. دیگه نندازینش سر مردم، ما برای انقلاب، برای مردم، نگو برای انقلاب. برید مصاحبه مرتضی رو نگاه کنید. ما آخوندا اینجا هم اومدن دنبالمون. اینم میشه هم ماجرای تبعیدا که حالا دیگه همه میگن آقا اگه هر کسی میره کمپوزیسیون یه کاری میکنه براش یه دختر جوان 25 ساله میفرسن، لطفاً دو سه تاشم بفرستید بیاد این طرف. آقا مرتضی، دوست عزیز، شما خواننده هستی، شما بر اثر هر کاری که خودت میدونی یا خانمت میدونه از هم جدا شدی، چی میای منت میذاری سر مردم که ما به خاطر فعالیتامون قید خانوادهمون زدیم؟ آقا لابد قبلش هم رفتی خوشگذرانی گندش بالا اومده خانمت ازش جدا شد، حالا ما نمیدونیم، ما خودت بی بگو. برید نگاه کنید. بعد پرستو، این ماجرای پرستو هم از موقعی که این آقای نجفی بود، کی بود گرفتنش، مردی که زد دختره رو کشت، خانوادهش نمیدونم 80 میلیارد چقدر پول گرفتن، حالا یه ویدیوی درست شده که یه نفر میاد مسخره میکنه میگه آقا اون که کشتینش محسن بود، یه جوانترشی داریم خواهر کوچولوش، بیاین ولی قیمت بالاتره.
و مسنا میتونن بیان، شرطش اینه اسلحه داشته باشن، پول داشته باشن. اون ویدیوها رو آقای همایون پخش کرد، ویدیویی که شما میای فلانی رفته فلان کشور خونه خریده کلا سرش رفته، خب آقا این به طمع رفته. روزی که آقای شهرام نمیدونم فلانی آقای ستار اینا رفتن توی کشورهای مختلف خونه خریدن، مردم هم به هوای این که توی این آپارتمان ستار هم خونه داره، آقای فلانی هم خونه داره، اونا هم رفتن، این بدبخت ها همه کلا سرشون رفت. حالا شما میای آقای شبخیز میاد نمیدونم شهرام میاره، اصلا واقعا فساد. این ال ای شهر فرشتگان مثل که فرشته ها مردن، همه شیاطین فقط اونجا زنده هستن. نمیدونم اونایی که این مصاحبه رو دیدی نظرتون رو شما به من بگی. آقا رفتی با یه دختر 25 ساله هر کاری دلت خواسته کردی، اون ویدیو گذاشته، برو پدرش قانونن در بیار، شکایتش کن تو آمریکا. اگه بهت گفته اگه به من پول ندی میام اینو نشون میدم، خوب کاری کردی، باری کردی. این صاحب آمازون هم همینایی که از لحاظ سیاسی به خاطر که واشنگتن پست داره و اینها آمدن گفتن آقا ما عکساتو داریم با دوست دخترت فلان اینا، گفت شما نمیخواید بذارید خودم میذارم. عکسارو گذاشت، از زنش هم جدا شد، رفت سراغ کارش. شهامت شما قابل تحسینه آقای مرتضی، ولی دروغایی که میگی ما زن بچه‌مون رو ول کردیم، آخه چیکار کردی؟ اومدی یه شعری دست جمعی خوندی، سرود ایران، یه شعری دیگه خوندی، با اون چه اتفاقی افتاده برای این؟ شما واقعا فکر میکنید یه کاری انجام دادید؟ نظرتون چیه دوست؟ برید این مصاحبه رو، یک کسی اگه داره لینکشو بذاره اینجا. مرتضی در دام پرستو. بدبخت این پرستو، و پرستو بزرگترین کاری که میکرد از اون بالا پق میزد تو سر مثل کفن بود. پرستو چی کار به شما داره؟ تو ال ای نشستی، خانم تو طلاق دادی، رفتی دنبال خوشگذرونی، خانم اومده گفته خب این 60 70 سالشه، بذار من یه دوربینم بذارم اینجا، دوربینم گرفتن و اینها. البته اون آقای فمیم یا میمفه یکیه سخنران نمیدونم سخن قشنگ نوشته بود، نوشته بود آقا سعی کنید زاویه دوربین درست باشه، بعدم شما حتی بلد نیستین سکس داشته باشین، یکم این فیلمای سکسی رو نگاه کنید که فیلم که ازتون میگیرن فیلما بعدن قابل چی بگم خدای بله. اتیک رو گفتم، ماجرای تلگرافی حرف نزنیم رو گفتم، پیام آقای بهرامی رو پخش کردم، فیلم آقای علیرضا سلیمانی رو پخش کردم. این آقای سلیمانی برید نگاه کنید رو صفحاش، ویدیوی تمام دوستان رو میذاره، یه بار نشده ویدیو ما رو میذاره. چقدرم به ما ابراز دوستی میکنه، ممنونم از ابراز دوستی، ولی آقا خب میگه به یه قلمی، به قدمی، به درمی دوستیتون رو نشون بدی. در صورت اینم از این ماجرا ماند، مرتضی پرستو در دام آخوندان. و اما دیدید که من میگم که اینایی که میان تو فیسبوک میان یه چیزی بنویسن، میخوان تیتیش مامانی بنویسن خرابش میکنن، اینایی که میان جلو دوربین میخوان حرف بزنن، میخوان تیتیش مامانی حرف بزنن، به خفه خون میگن خفه خان گرفتیم. آقا ما چیزی به نام خان نداریم، خان یا سفرن یا خان به اصطلاح ارباب و اینهاست، ولی خون دیگه کتابیش نمیشه خان. میگه طرف آقا شما خفه خان گرفتید، نه بابا جون خفه خون گرفتید، اینجوری حرف بزن راحت باش. حالا من یه دو نمونه از نوشته های فیسبوکی رو به شما نشون میدم و به شما پیشنهاد میکنم نکنید این کار، همون چیزی که هستید خودتون باشید. و اینه، یکیش هست جسارت لایو لایو، این جسارت رو من به شما نشون بدم. کاش که اسم این آقا رو نشون ندم، ولی نه بذارید نشون بدیم، یه تبلیغ مجانی هم باشه، شاید بعدا شما رفتید چیزای دیگه بهتری نوشته. اوکی، آقای به نام عطا تایماز، این خانم میرزادگی، شکوه میرزادگی که هر وقت میگین شوهر اسماعیل نوریالا، میگه ما زن شوهر نیستیم، بمانند نمیدونم هر جور با هم زندگی میکنن، مال خودشون، کار به ما نده، مال هر کس، هر کس رفت رفت. ببینید آمده نوشته که ققنوس از وقتی شروع شد اینجور و اونجور،
آخه گور پدر آدم دروغگو. اگه شما ققنوس و مغنوس قبول دارین، چرا تو این آخوند نوری الان نمیرید بهشون بپیوندید؟ تویی که آمدی اینجا رفتی خونه آقای سینا دبستانی و اعلی حضرت آمدند و خوردین و رفتین، چرا نمیری بپیوندی؟ جز دروغ، جز این که میگه بگیم امروز یه تعریفی از اینا کرده باشیم، شاید فردا اینا یه پخی بشن، به ما هم یه شغلی برسه. آمده یه چیزی نوشته، حالا ببینید این آقای عطا زیرش چی نوشته. درود به شما خانم میرزادگی، با عرض جسارت که چنین پیغامی اینجا میفرستم. دوستان، کدوم یک از شما تو حرف زدناتون به یه نفر میگید با عرض جسارت؟ بابا با عرض معذرت، با پوزش، کی میاد بگه عرض جسارت؟ اگه جسارته که چرا عرض نمیکنن؟ عرض کردن یعنی تقدیم کردن، یعنی یه کوچیکی به یه بزرگتری. جسارت معمولا اونی که جسارت میکنه پرخاش میکنه، فوش میده، تندگویی میکنه، اون یعنی خودشو بالاتر از اون طرف میبینه. باز بخونم براتون. پیامی خصوصی برایتان فرستادم به همراه دو عکس ویژه با آرزوی توفیق برای شما و پیروزی در عرصه انسجام مبارزات فرهنگی شما و یارانتان و امید دستیابی و آزادی حقیقی در سطح فردی و اجتماعی ایران. ارادتمند عطا تایماز. بله، میگه که یکی از خوانندگان بسیار مشهور هم در مادرید با دختری 25 ساله است. مادر دختر به دکتر روانشناس تلفن زده بود، ناله میکرد، چیکار کنم؟ کمک کنید، این خواننده پیر با دختر 25 ساله من داره عمر دخترم را فنا میکنه. همه جای دنیا هست. مثلا یه آقای ایرانی عکسی امروز گذاشته بود با یه خانم جوونی، میخواست میگه آقا دیگه اینا رو هی نذارین، چون تا میذاری طرف میگه آخه احمق، تو فکر میکنی این به خاطر خوش هیکلی، به خاطر قد بلنده، به خاطر کله کچلت، با چی اومده؟ به خاطر پولت اومده. خب این کاری که شما میکنی مثل این که ببخشید یه نفر بره شهر نو اونجا عکس بگیره که داره پول میده، اونم اومده پهلوش. اون خانمان با افتخار با این ناخونای خدا دیوونه خونه هست. سلام کاکو، لینک این فیلم روستا را بذار. درست گفتی، تا وقتی به کسی ضرری نزنن حقشونه. من هم با جامعه بسته مرمون ها در شمال یوتا و جنوب آیداهو از نزدیک آشنا شدم. با 30,000 جوان مجرد دور از خانواده در دانشگاه و خیلی هاشون هم ایرانی و عرب و محرومان جنسی، دنیا بغل گوششون. حالا که پیر شدیم و دختردار این مسئله رو خوب میفهمم. من متوجه نمیشم چی میگی. اون قسمت اولش که میگید فیلم رو بذار چشم، ولی این قسمت دومیش رو متوجه نشدم. یکم بیشتر توضیح بدید. با 30,000 جوان مجرد دور از خانواده در دانشگاه و خیلی هاشون هم ایرانی و عرب و محرومین جنسی، دنیا بغل گوششون. بغل گوش کیا؟ بغل گوش مورمون ها. مورمون ها هم فیلم های عجیب غریبی دارن. میدونید که مورمون ها مورمون ها هستن، یا این چیزا که بچه هاشون 16 سالشون که میشه میگن شما برید، حتی سوار اتوبوس بشید برید شهرهای بزرگ یا هیچ هایک کنید برید زندگی رو تجربه کنید، بعد بگید اونجا میخواید باشید یا اینجا. نمیدونم آمیشا هستن یا مورمن ها هستن، فکر کنم آمیشا هستن که این کارو میکنن. فیلم های بسیاری هم ازشون درست شده، هم فیلم های حقیقی، هم فیلم هایی که بر اساس داستان حقیقی بوده. میدونید وقتی فیلمی بر اساس داستان حقیقیه، یعنی طرف اومده یک کمی زرق و برقش زیاد کرده به شما نشون داده. درسته دوستان، از نوشتن اینجوری با عرض جسارت، خب اگه میدونی جسارت، جسارت نکن، ولی نوشته های خوب حالا من بهتون نشون میدم. این اون روز ما گفتیم نمیشه خون، دوستمون گفت که آقا تو رو خدا بخون، ما هم میخونیم. این شرایط وام بین دوستان هست که آقای هادی خورسندی فکر کنم این شعر رو گفته، چون وقتی ما گفتیم داداشش مانی هم برای ما این شعر رو فرستاد، هم آمد و خودش دکلمه کرد، ولی توی دکلمه این نقطه ها رو نقطه نگفت، نگفت چیزت را،
و اونو پخش نمی کنن. ولی حالا خود من این براتون می خونم. میگه شرایط وام. آن یکی وامی طلب کرد از رفیق، گفت چیزت را ببینم من دقیق. گفت ربط چیز من با وام چیست؟ گفت در پس دادنش بی ربط نیست، موعدش چون میرسد با توپ پر، پاسخم گویی که چیزم را بخور. پس ببینم تا خورندم هست آن، یا ندارم خوردن آن را توان. بس که خوردم چیز از هر وامگی، باید از اول ببینم سایز چیز. این هم این میگه که آمیش سپرینگ، این ماجرای 16 سالگی، میگه که آمیشا هستن، که آمیش سپرینگ 16 سال که میشه goes on and try outside life. و خیلی هاشون وقتی میان بر نمیگردن، خیلی هاشون وقتی میان یه دفعه چون 16 سال نبودن، از تمام تکنولوژی و از تمام چیزا دور بودن، معتاد میشن اینها، بعد دوباره بر میگردن به اون دیگه. اینا هم به قول معروف شرایطی که توش بزرگ شدن و عادت کردن. یه چیز دیگه براتون بگم، بارها من گفتم نوشته های این روزا رو شما نمیتونید بهش اطمینان کنید، چون معلوم نیست راست یا دروغ، و هر کسی میاد به اسم هر کسی یه چیزی مینویسه بعد میذاره. ما اون روز چون گفتیم یه نفر از بیژن، این بیژنی که بوتیکدار بود و اون آخری هم آمده بود به اون علیرضا قاسمیه چیه، میرفت پوز میداد، خونش رو نشون میداد، استخرش رو نشون میداد، یک کت شلوار دادن به رضا پهلوی مجانی، نمیدونم ماشین من فلانه، بعدم زرتش در رفت، مرد، سر مال و املاکش هم دعوا شد بین بچه ها، شد بین زناش و دوست دخترش و فلان اینا. این آقا بیژن اینه که شما عکسش رو اینجا میبینید، اینه عطر بیژن داره، هنوزم بیزنسش به راه هست، پسرش گویا داره بیزنس رو میچرخونه و میگردونه. توی اون خیابون معروف لس آنجلس که میریم، چیه اون خیابونه؟ الدورادو چیه؟ خیلی چیزای گرون هست و اینا، بوتیک اینم هست، شما باید از قبل زنگ زده باشین تا براتون در رو باز کنن. بعد ایشون میگه درباره آمیشا بیشتر توضیح بدی، تو اروپا هم هستن. اتفاقا این آمیشا فکر کنم اصلشون از جرمنی اومده، و من بیش از این نمیدونم، وقتی نمیدونم نمیتونم بیشتر توضیح بدم، شاید توی برنامه‌ای برم مطالعه کنم دربارش و بیام توضیح بدم. من یه دفعه یک کاری داشتم، از اینجا رفتم 4 ساعت رانندگی، و اونجا که رسیدم اون آقای آمیش به من گفت که شما، ما منتظر بودیم مثلا 7 صبح برسی، گفتم نه ترافیک بد بود و اینها و دیر شده. گفت خب ما از این معذرت میخواییم، برو تو اون رستوران اون ور خیابون خوراک بخور، و بهشون گفتیم و ما گفتیم خب حالا بریم اونجا، منتظر بودیم اینجا 2 قدم راه میخوای بری سوار ماشین بشی. بعد دید من وایسادم، گفت چرا وایسادی؟ گفتم خب کلید ماشین تو بده. گفت اینجا ماشینا ما کلیدش ور نمیداریم، از روز که ماشین میخریم میاریم درا باز، کلیدا هم داخلشه، تا روز که میبریم میندازیمش توی جانکیارد اسقاطی، و کلیدا اونجا امنیت ببینیم. و من رفتم اونجا، وقتی خوراک خوردم اون طرف چون دید من خارجی هستم اصلا میدونست، گفت شما مهمون آقای فلانی هستی؟ گفتم بله. گفت اینا حساب کردن، حالا اینجوریه وقتی کسی هم حساب کرده، شما انعام تیپ رو بذار مثلا $5 $10 $2 بستگی به صبحونه که خوردی، اگه یک کافی یا یک بیگل خوردی $2 هم کافی، اگر صبحونه کامل خوردی $5 $10 بذار راه دور نمی. خلاصه این از آمیشا من این دیدم، ولی اون موقع دیگه اینا یه کمی مثلا تلفن دارن، برق دارن، میدونید دیگه بالاخره تکنولوژی مجبورشون کرده، مثلا درشکشون با وجودی که درشکه است ولی چراغ ترمز و چراغ اینا داره، یعنی قانون بهش گفته آقا این خیابون رو ما درست کردیم برای مردم، و مردم با ماشین میان اگه تو رو نبینن میزنن بهت داغون میشی، برای که مال مردمه همه تصمیم گرفتن درشکه شما باید چراغ داشته باشه، چراغ پشتشو از این ماجرا. بله رودیو گفتم اسم یه چیزیه، این رودیو یه مسابقه یه که این اسبای وحشی رو سوار میشن اینها، و اسم اون خیابونم هست رودیو درایو، یعنی چیزی که شما یه جای دیگه میخری $5 اونجا $50.
ولی طرف میخره چون رفته رودیو درایو خرید کرده. این بیورلی هیلز بیژن بوتیک اونجاست. بله خیلی ممنون. حالا بذارید براتون ماجرای این بیژن رو بگم. چند این نوشته های فیسبوکه، من درست به قول معروف صحت و صغم درستی و غلطیشو من نمیدونم. چند سال پیش نانسی در یکی از کنسرت‌هایش از ایرانیان به عنوان گرسنه و فقیر یاد کرد. چند ماه بعد که در ترکیه کنسرت داشت، یک ایرانی تمام بلیت کنسرت‌هایش را خریداری کرد و با دو سگ وارد سالن شد. موقع شروع کنسرت یک نفره در سالن نشست. وقتی نانسی وارد سالن شد تعجب کرد. مرد به زبان ایرانی به او گفت تمام بلیت های را تو را من خریدم، باید برای سگ های من برنامه اجرا کنی. این شخص ایرانی کسی نبود جز بیژن پاکزاد، دروغ به روح و روان پارسیش. خب دوستان ببینید، من و شما به عنوان ایرانی باید این نوشته رو که میبینیم به خودمون افتخار کنیم، مباهات کنیم، یا بگیم اولا این نانسی فامیلیش کیه؟ اگه خواننده ترکه چرا بیژن رفته اونجا با فارسی حرف بزنه؟ بیژن باید خیلی احمق می بوده باشه که بیاد بلیتای کنسرت اینو بخره بعد بره اونجا، تازه اونجا به سگاش بی احترامی کنه. آقا کسی که سگ داره تو آمریکا به سگش بی احترامی نمی کنه. بگی تو برای سگها بخون، به قول معروف کسر شن باشه برای اون طرف، یا پودینگ هیر داون. این مزخرفات چیه؟ این دروغا چیه؟ ولی اگر یک هزارم شانس این باشه که این حقیقت داره، نشون میده بیژن آدم احمقی بوده. مردک به جای اینکه بلیت‌ها رو بخری، اگه خودت هم می‌خواستی بری تحریم کن نرو، به دیگران هم تحریم کنن نرن، اون پولا رو خرج بچه‌های ایران بکن که یک خواننده‌ای که ما نمی‌دونیم درست یا غلط به خودش اجازه نده بگه بچه‌ها که به اصطلاح فقیرن و گرسنه هستن. و اگر خود من و تو میشینیم تو تلویزیون های لس آنجلسی عکس نشون میدیم که فقیرن، نمیدونم فاحشه هستن فلان، خب از اونا چه انتظاری داریم؟ میدونید همش زد و نقیزه. این اتفاق برای من نوشته بود دو شخصیتی میشه بایپولار. من نگاه میکنم میبینم خود ما روانشناسی اینا هم بلد نیستیم، ولی هممون مثل که بایپولار هستیم. یه جا خوب خوبیم، یه جا بد بدیم، یه جا افتخار میکنیم. یا آقای این آقای فاطمی برای من این ویدیو رو فرستاده، یا آقای دکتری میاد که تو فرانسه و تو آمریکا و اینا درس میده و اینا، میاد وای میسه صحبت میکنه، میگه آقا خانم شما برید ایران نگاه کنید ببینید ما چه مدیرانی اونجا داریم که تونستن 40 سال با همه این مشکلات آخوندا اون کارخونه، اون اداره، اون شرکت رو بچرخونن. پس شما به خودتون اینجا وعده های بی خود ندین که حالا ما میریم این میشه 16، اون میشه نمیدونم رهبر، اون میشه فلان. اصلا اونا شما رو قبول ندارن. شما با سختی ها بزرگ نشدی، شما سختی ها رو بلد نیستی. آقای فاطمی اگر برنامه رو میبینید اون ویدیو رو شیر کنید روی این، تو قسمت های صفحه خود من نمیشه ولی تو کامنت میتونید اون ویدیو رو بذارید، ویدیوی اون آقا رو بذارید. من 12 دقیقه اولش نگاه کردم بورینگ بود، کسل کننده بود، ولی فرداش وقت داشتم یه جایی نشسته بودم که ویدیو درست بشه، نگاه کردم دیدم چقدر قشنگ صحبت میکنه. بعد یه خانمی هم بلند شده آقا پس اون که فردوسی اینو گفت حافظ اونو گفت چی؟ میگه خانم فردوسی حافظ مال 1000 سال پیش بودن، برو تا الان ببین ایران چه خبره. گفت من 5 سال از ایران اومدم دارم بهت میگم 35 سال این جوونا اونجا پیر شدن، نمیاد به سادگی کلید شهر رو بده دست شما. بله خانواده بیژن این شایعه را رد کردن در تلویزیون بی بی سی. خیلی ممنون که شما گفتی. بله میگه خواننده عرب هست نانسی یا نانوی هرچی. خب ببین اون کسی که اینو نوشته چقدر خر و احمق بوده که میگه بیژن رفت اونجا به فارسی به این گفت فلان. البته این دوستان گفتن آقای سم ممنونم از شما، میگه شاید منظورش خراب کردن بیژن بوده که اینگونه نوشته و یا گفته. به نظر میاد همین باشه. خیلی خوشحالم که اینو گفتم که اقلا در این جمع کوچک ما معلوم بشه که شما نباید اطمینان کنی به هر نوشته و
عکسی که روی اینترنت میبینید. سالها پیش یک احمقی بود که افتخارش این بوده که دلا میشده شاه پا بذاره رو کمرش، وقتی میخواست بر سوار شاه سوار اسب بشه اگه کرسی چهار پایه نبوده شاه رو کمر این میذاشته. تو خاک بر سرت، تو کار چهار تا آجر انجام میدادی، تو کار یه چهار پایه رو انجام میدادی. این یه دفعه اومد بود عکس منو گذاشته بود وسط عکس دو تا سگ دوبرمن. میدونید شاه خیلی معروف بود با اون سگای دوبرمنش که و میدونید اونا رو آورد وزیر و نخست وزیر و رئیس ساواک و اینها رو همه رو انداخت دست آخونده، خودش با اون سگا اومد بیرون. این آقای فامیلش هم یادم رفته، اکثر گذاشته بود با این عکس من گذاشته بود با این دوتا سگ. من عاشق سگم، اونایی که ما رو میشناسن اینجا میدونن من در یه زمانی 4 تا سگ داشتم، همیشه توی خانوادمون 2 تا 3 تا سگ بوده و اینها بمانه. حالا فکر میکرد که به من توهین کرده. منم نوشتم، خب ببینید برای کسی که اینجوری میگه، منم نوشتم دوستان این دوست ما دیروز ما رو دعوت کرد رفتیم منزلش و خیلی هم به اصطلاح خوش گذشت، همون جوری که میبینی من مابین خودش و همسرش عکس گرفتم. اینا نمیفهمن آقا تو بیا با حرف من با گفته من مخالفت کن، با خود من مخالفتی نداری، تو اصلا منو نمیشناسی. و داداشم بدبخت دیوونه گاهی وقتی زنگ میزد اینجا شعر گفتم فلان گفتم نمیدونم گوگوش این کارو گفتم، آقا به من چه گوگوش، برو شکایتش کن. بله جعل روایت نانسی نبود، ابراهیم تطلیس خواننده ترک بود، آن هم درست نیست. در اصل ببینید، خیلی ممنون که اینو گفتم. خب اون ماجرایی که من گفتم یک خانم دختر خانمی رفته مسابقات فوتبال، بعد گویا گرفتنش، چون میدونید یه مدتی اصلا این خانم ها خودشون رو مثل پسرا لباس میپوشیدن میرفتن که مسابقات فوتبال رو اینا رو نگاه کنن، که خجالت و ننگ بر آقایونی که میرن این استادیوم 100,000 نفری رو پر میکنن. یعنی اینا یا خواهر و مادر و زن و فلان ندارن که امکان نداره، یا اینکه غیرت ندارن، این یکی آسان‌تر، غیرت ندارن. اگر غیرت داشتن میگفتن ما جایی که میگه زن تو ارزش نداره که بیای، خواهرت ارزش نداره که بیای، مادرت نمیتونه بیای، دخترم نمیتونه بیاد، منم نمیام. اون وقت میدیدی چجوری این آخونده در استادیومو باز میکردن. این دختر خانم رفته اونجا، بعدش ایشون رو گرفتن گویا 3 ماه هم. وقتی گرفتنش به جایی که زرنگ باشه بگه غلط کردم فلان بر کنه بره بعدن با سنگ بزنه تو سر پاسدار، وایستاده فحش و فضیحت کرده، گرفتن بردنش زندان. 3 ماه زندان بوده، از زندان که اومده بیرون خودسوزی کرده. حالا خواهر این دختر 29 ساله به رکنا یا رکنا گفت، خواهرم اسفند ماه 97 برای، یعنی خیلی هم جدید الان ما 98، برای دیدن بازی استقلال و اول این به ورزشگاه آزادی می رود که هنگام ورود خواهرم این ورزشگاه هم باید بذارن نیم آزاد، چون نیمی از جمعیت شما راه نمیدید، چه آزادی. به ورزشگاه مامور ورود خواهرم به ورزشگاه ماموران متوجه میشن، وقت خواهرم مقاومت میکنه بازداشتش میکنن. وی افزود خواهر من بیماری 2 قطبی دارد. من نمیدونم چرا 2 شخصیتی نگفته، 2 قطبی دارد و 2 سال پیش تحت نظر پزشک است، مدارک کامل داریم که به دادسرا ارائه کردیم، اما بعد از اینکه خواهرم ناسزاگویی هایی نزد ماموران داشته است او را مثل آدم سالم مورد بررسی قضایی قرار میدن. خواهرم بعد از اینکه به زندان ورامین انتقال داده میشود باز لطمه روحی زیادی میبیند و میترسد تا اینکه با وثیقه آزاد میشود و وقتی برای دریافت گوشیش به دادسرا میرود در آنجا اتفاقاتی میفتد که میشنود باید 6 ماه در زندان بماند. خواهرم در شرایط بیماری روحی و روانی خودش را آتش میزند و حالا در بیمارستان شرایط بدی دارد. و من چی نوشتم؟ اونا که این پست رو میبینن شاید دیده باشن، نوشتم ما عجب ملتی هستیم، به جای که آخوند رو بسوزونیم میریم خودمون رو میسوزونیم. خب خانم شما که میگی خواهرت 2 قطبی بوده، خانواده که میگی خواهرت 2 قطبی بوده، اولا چرا اینو آزاد بذارید که بنده خدا بره هر اشتباهی رو مرتکب بشه، مردشور اون گوشی، مردشور اون قیمت گوشی رو ببری که شما به خاطر اون گذاشتین دوباره این بره پهلو همین پدر سوخته‌ها. آخه ببینید ما هم خودمون یه چیزمون شله،
یه جایمون خوله. آقا اگه یه کسی مریضه فلانه ما همراهش میریم که تا یه سر صدایی کرد بگیم ببخشید این دیوونه است، این احمق، این فلانه. اون وقتا میگفتن ریشتونو بکنید تو کون خر بعد بیاریم با گلاب بشورین. این سیستم آخوندان، این فلسفه آخوندان این کار انجام میدن. چقدر از اینا دستگیر شدن، چقدر از اینا تو زندان بودن، سالم از زندان اومدن بیرون. چرا؟ چون اونجا گفتن بگو گوه خوردم، گفته آقا یکی چیه دوتا خوردم. ولی شما وقتی گرفتنت که دیگه نمید. من بارها گفتم آقا کسی از این حزب و مزبا من استخدام نکنه، کسی از جنبشم من استخدام نکنه، کسی از این ماموریت های انتحاری من استخدام نکنه. من اگر یه تو گوشی طرف بهم بزنه میگم آقا اگه به من گفت بودی میخوای تو گوشی بزنی من همه اول همه رو بهت لو میدادم. حالا شما میگی سوربی ترسوه، خوش به حال شما که ترسو نیستی، با شماره فکس و با شماره فلان و تلفن رو به جایی که بگیری اینجا سوراخ دیگه تو میگیری. احمق زنگ بزن بگو مشکلت چیه، تو که برنامه من از اول تا آخر داری نگاه میکنی، خب تو مازوخیسم داری، مازوخیسم میگن خدازاری میکنی، دوست نداری نگاه نکن. خب الان یه سری اسامی اینجاست، اینا میان نگاه میکنن، سوال میکنن، حرف میزنن، نظر میدن، من مخالفت باشون میکنم، کاری به هم نداریم، تموم میشه میره، این برنامه میره یه برنامه دیگه میاد. تویی که جرأت نداری اسم، فامیل، شماره تلفن بگی، میخوای از یکی دیگه دفاع کنی، برو دنبال کار. خب کارت خبرنگاری رو پس دادن، جسارتم براتون خوندم با عرض جسارت، ولی با عرض معذرت ما دیده بودیم ولی با عرض جسارت ندیدیم. خب یه چیز دیگه هم ببینیم تو اینجا باز گذاشتیم نشونتون بدیم. این این من نمیدونم چه کار کنم. دوستان دیدید که بذارید من اینجا هم زمان اینو بنویسم، گرچه ندیگه حالا وقتی ساعت 3:01 پیه. یه دوستی از ایران، باز نمیدونم این اسما درسته، این اسما تقلبیه، اسما مستعاره، نمیدونم، پس بذارید من اسمو نگم. یه دوستی هی برای من میگه آقا اون چیزی که من براتون فرستادم لطفاً بگید. گفتم آقا من یادم نیست، دوباره بفرست. و ایشون فرستاد، دیدم روی پوستری ورداشته نوشته من میخوام کلیه‌ام رو بفروشم. البته خودم هم تو بیمارستان و انجمن کلیه اقدام کردم، آگهی زدم و پخش کردم، ولی شاید یکی اینجا زودتر پیدا بشه و بخره. من براش نوشتم دوست عزیز من بسیار متاسفم که شما به جای رسیدی که میخوای کلیت رو بفروشی، ولی این کار در آمریکا غیر قانونی است. میدونید که یه مشت یهودی رو گرفتن، باورتون میشه این یهودی‌ها که خودشون قوم منتخب میدونن و اینها، یه مشت وقت چی هم بودن، ربای مبای بودن، ربای یعنی آخوندای اینا، خاقاما اینا، گرفتن اینا از مردم اینجا کلیه و فلان اینا می‌خریدن می‌بردن این برابر با قیمت‌های بالاتر می‌فروختن، گویا حتی به اسرائیل می‌فرستادن. نوشتم که امیدوارم آخوندها به خودشون بیان و حق مردم رو بهشون بدن. حالا این دوست من به نظر میرسه که جوونه، چون هی نوشته که اجاره نداریم، خواهرم هم اینجور، پدر مادرم هم فوت شدن. خب من اینو مثلا با پتیک در میون گذاشتم، پتیک گفت خب آقا اگه اینجوری بود که ما تا حالا باید کلیه‌مون فروخته باشیم، جگرمون فروخته باشیم، قلبمون فروخته باشیم. آقا مقاومت میکنه آدم، سخت کار میکنه. الان تو آمریکا دوستان بعضیا دو جا سه جا کار میکنن، باور کنید از این کار که میاد بیرون آدرس اون یکی رو میزنه تو راهش با اوبر مسافر سوار میکنه، دو ساعت میره اوبر رانندگی میکنه، سه ساعت میره مسافر کشی یه جای دیگه میکنه، آگهی میزنه، اینجوری کار میکنه. من نمیدونم ایرانی ها چی به سرشون اومده که فکر میکنن حالا ما چون نفت داریم باید بشینیم بیان به ما بدن. من نمیدونم، در اصل من نمیدونم آدم باید این شماره تلفن رو پخش کنه نکنه. و شما دیگه اگه رفتی تو بیمارستان و تو انجمن کلیه و تو خیابونای تهران گذاشتی، حالا فکر میکنم. گرچه یه نفر اینجا بود، آقای محمد مصطفی بود، دوست ما هم بود، بنده خدا بعدم فوت شد، این کلیهش اشکال داشت، میرفت از این دیالیز میگن چی میگن میرفت و اینها، ولی از اونم آقای بهکام بود. بهکام اینجا اسم نوشت، وقتی یه نفر تصادف کرد و فلان اینا نوبتش شد رفت کلیه گذاشت، بعدش هم مثل خوب شد، هم کلیهش خوب شد هم عقلش خوب شد، دیگه از کار ایرانی رفت بیرون.
ولی این محمد مصطفی مجاهدم بود. حالا ببینید مجاهد بلند میشه میره ایران، کلیه میخره، کلیه عوض میکنه، اومد اینجا چاق شده بود، باد کرده بود و اینا، خودش هم میگه من شدم بودا، میخندید میگه که این کلیه که من گرفتم به من نمیسازه و از این قرصا میزنن که ریجکت نکنه بدن و فلان اینا، ولی مثل که آخر مرد، فکر کنم از منم سنش کمتر بود. در هر صورت من نمیدونم، اصلا دو سه چیز هست که من جوابش رو نمیدونم. یه دفعه من رفتم دی ام وی بهتونم گفتم، زدم که آقا بعد مرگ ما هر چیز قابل استفادن بدیم به ما ایرانی ها، که الحمدلله همه رو خراب کردیم تو ایران، عینک نمیزدیم چشمون خرابه، نمیدونم زور بی خود میزنیم یا علی فلانمون خرابه بمانه. بعد اون آقای وقتی چیز کرده بود دیدم نزده، گفتیم خب نزده دیگه، ما ایرانی ها میگیم یه خیریت داشت. واقعا چیه ماجرا؟ بعد از این زندگی زندگی دیگه هست؟ اینایی که خودشونو میسوزونن، اون زرتشتی هایی که خودشونو میذاشتن بالای تپه، پرنده ها میمدن میخوردن، اینایی که عضو بدنشون اعضای بدنشون میبخشن، بعد حالا اگه دنیای دیگه باشه وقتی میاد طلا مثلا یه چشمشو در آوردن یه کلیهش در آوردن دادن به یکی دیگه، چی میشه؟ البته خیام جواب داده، باز آمده این نیست که به ما گوید راز، برید دنبال کارتون. اینم از این میگه سوربی از قدیم و ندیم گفتند یه پای دعوا فراره. باریکلا اینو تو کاراته هم بهت یاد میدن، میگه که refrain from violent behavior، میگه از دعوا معوا پرهیز کن، برو. باز دنبالش هم این هست، تو دعوای ایرانی هم میگفت که اگه دعوا شد بزن و برو، اگرم خوردی یکی بزن در رو وای نسو. حالا اینا میاد آقا به خودش زحمت میده شب نصف شب، حالا فکر میکنه من از خواب بیدار، نه احمق، این تو کامپیوتره، من این مانیتوره که خاموش میکنم، اسپیکرم که خاموش میکنم، دیگه تموم شد، نه صدای زنگ میاد نه صدای مسیج میاد، اصلا مستقیم میره گوگل وایس مسیج میذاره، با ترس و لرز فوش میده. شماره‌اش هم بهتون بدم، اینایی که میزنن شماره رو پیدا میکنن، مثل اون دفعه گفتم اون شماره رو زدیم مال خانم اعظم، حالا فامیلیش نمیگه. خب من یک کتابی برای اینا که همیشه کتاب می‌نویسن، یک کتابی یه نفر نوشته، اینم بهتون نشون بدم و اینو به عنوان جوک خنده براتون میگم. میگه که این آقا که اتفاقا نشسته یه جایی مثل که از همینایی هم هست که کلیه و ایناش باید دیالیز بشه، میدونید که خونو میگیرن ها، یا میبرن تو اون دستگاه ها اکسیژنش نمیدونم چه کارایی میکنه، بالاخره بلد نیستم، بهتر بلد نیستم. بعد حالا این یا نوشه یا دخترشه بهش میگه که شنیدم که شما یک کتابی نوشتی به نام چیزهایی که من از خانم ها یاد گرفتم، درسته؟ میگه بله، این کتابه What I Have Learned From Women. بعد میگه اسمش هم اینجان بای، نمیتونم اسم رو بخونم، در اصل اون مهم نیست. این کتاب رو با هم نگاه کنیم، اگه خواستید بخرید روی اینترنت برید پیداش کنید بخرید. This book? Yes. Smart guy, huh? Can you see? Here, let's flip through. Absolutely nothing, huh? Zero. What do you expect? اینم برای خنده بود. خب جای وقتی خنده و شوخی بد نیست در زندگی، سعی کنید این اونق بودن رو کنار بذارید. خب دوستان عزیز، نظرتون درباره جنبش های گوناگون، اپوزیسیون، کمپوزیسیون چیه؟ تا من برم و یه سری هم به فولدر بزنیم و برنامه هایی که گذاشتم اینجا براتون بخونم و برنامه امروز رو هم به پایان ببریم. خب ببینیم که توی این فولدر لایو براتون چی گذاشتم. بله، فسادهای اقتصادی خاندان سلطنتی شاه و وقوع انقلاب. این آقای اکبر گنجی، دوباره بهتون گفتم نوشته. آقای گنجی، آقا ول کن دیگه، شاه 40 سال پیش به خاطر اشتباهاتی که کرد این آخونده اومدن سر کار، اونم ترسو بود فرار کرد رفت. یه احمق اومد و به من گفت شاه ترسو بود، اگه شاه ترسو بود که تو فامیل شد. میگم آخه احمد، اگرم میگن
تازه اون فامیل رو میگن رضا شاه آورده نه شاه. بعد ما بارها پرسیدیم، حتی توی مهمونی بودیم، یه دوستی وزیر مزیرم بود تو دوره شاه، گفتم آقا شماها که میگین رضا شاه فامیل و اینها رو آورد، خب این نمیدونم فامیل میر پنج که مال رضا خان بوده، مال رضا شاه بوده، مال باباش بوده، اینا اینو کی به اینا داده بود؟ شناسنامهش کی بوده؟ چرا اینقدر دروغ میگید که الان توش موندید که چه کار کنید؟ بعدم همه اینا میگن اگه شاه نبود ما شپشی بودیم. گفتم شاه هم مثل میمون لابد نشسته بود شپشای ما رو خورده. آقا خانم اینجوری هم نبوده، همه این قاجار عقب افتاده، همینا هم وقتی میرفتن اونجا پیانو آورد، دوربین فیلم برداری آورد، اونا هم برای خودشون یه کارای انجام دادن که اگر الان بچهای قاجار برگردن که اونا هم دیگه ول کردن رفتن، گفتم با ول میکن احمد شاه که گفت من حاضرم تو فرانسه لبو بفروشم ولی حاضر نیستم شاه ایران باشم، اونا زرنگتر از اینا بودن، گفتن آقا ول میکن شاه چیه؟ حالا شما چسبیدید به این، میگن بابا پیشکشتون مبارکتون باشه، خب برید دنبالش ورش دارید ببرید ایران. یکی دیگه اومده به نام دکتر کنگرلو، اللهیار کنگرلو، همین کمپوزیسیون چیچی قغنوس، آقای شهرام همایون، حالا بعد از مصاحبه با مرتضی برجسته، اینم برید نگاه کن. آقای دکتر کنگرلو، دوستان همینجا سر کنید، این دکتر کنگرلو نه دکتر کنگرلو ها، اینو جهان قبول داره. یادم افتاد به این بیچاره عقب افتاده منوچهر گنجی، دکتر گنجی، وقتی حزب رستاخیز باز شد مونده بود چی بگه، آمد گفت این حزب رستاخیز حزب تک حزبی دنیا نیست، این حزبیه که شاه، آخه مردک، خود شاه تو کتابش نوشته فقط دیکتاتورا تک حزبیش میکنن. حالا شهرام همایون نشسته این آقای کنگرلو رو دنیا قبول داره. آقا طرف فیزیسته، توی دانشگاه کولومبیا، دانشگاه بسیار خوبی هم هست، مسئول قسمت MRI، همه دنیا قبولش دارن. من راه میافتم از اینجا میرم تا واشنگتن، از 100 نفر میپرسم ببینم یک نفر اصلا ممکن آقای کنگرلو، انوشیروان کنگرلو خودمون رو بیشتر بشناسن تا این آقای اللهیار کلنگی. بعد خب بگید ببینم آقای اللهیار کلنگی کنگرلو، این رضا پادشاه رضا رو چجوری دیدید؟ میگه آقا این اصلا از ما جلوتره، این دیگه رسیده به تمدن بزرگ. اصلا به خدا آدم خندش میگیره، ولی خنده تلخ من از گریه غم‌انگیزتر است که یه دکتر فیزیست، خب ببین یه دکتر فیزیست داریم، بدبخت این غلام ترشیزی اسیر مجاهدین، یه دکتر فیزیست داریم کنگرلو اللهیار اسیر پادشاهی، خب به کی ما امید داشته باشیم؟ بی سواداش هم که میشه هخورا و دیگه الاخ. بله از این برم، حالا آقای اکبر گنجی اومده هر غلطی کرده، نمیدونم میخ تو سر مردم زده و نمیدونم پلیس میگن چی میگن تو پیشونی بی حجاب زده، بعد اومده اسیر آخوندا شد و بالا اگرم میگن خارج و نفوذیه من نمیدونم، بعدم اومد اینجا مثل 500 هزار دلار هم جایزه گرفت، با خانم گوگوش هم پرچم شیر و خورشید هوا کردن، خانم گوگوشی که بعد از انقلاب رفته بود شده بود زن ملا و آخوندا و اون آقای کیمیایی کیه اینا، و به دیگران توهین کرد، گفت من مثل شما پوست بره فرار نکردم، من با افتخار اومدم بیرون. افتخارش این بوده که اونجا داده و مونده و بعدم اومد اینجا برای بچهش خونه 1 میلیونی خرید. افتخار ما ایرانی‌ها این. حالا این آقای اکبر گنجی حالا اینجا شما دوباره برای ما داره چیا رو می‌نویسه؟ ولمون که آقا شمایی که نمیدونی تو زندگی چه غلطایی کردی، کجاها رفتی، چه اشتباهاتی کردی، حالا می‌خوای به ما بگی؟ اینم شده مثل آقای سازگارا. آقای سازگارا شمایی که نمیدونستی از جوانی رفتی دنبال آخوندا، تا موقعی که بهت دادن خوردی، روزی که گفتن دیگه به تو نمیدیم، آمدی بیرون، حالا شما بخوای به ما بگی چیکار کنیم؟ ما که آقا نبودیم، از روز اولم رامون کشتیم اومدیم بیرون. بدبختی ما اینجا، بدبختی ما شهرام همایون میشه یه نردبونی که آقای مرتضی برجسته ازش بره بالا بیاد اون بالا دروغ بگه.
میشه یه نردبونی که آقای کنگرلو، علایار کنگرلو بیاد بالا بگم او رضا پهلوی از ما خیلی جلوه. آره ابو احمد از بس رفته جلو، از جلو پشت بوم افتاده. وقتا میگفتن میگوی طرف از ترسی که از پشت بوم نیفته، از عقب عقب نیفته، انقدر اومد جلو که از جلو افتاد. خب تقصیر فیزیکه، اونها گناهی ندارن. نمیفهمم چرا تقصیر فیزیکه. آقای فاتحی شما به من بگو نظرت راجع به این ققنوس چیه؟ پرنده‌ای که میسوزه بعد دوباره میاد. خب آقا برید خودتون رو بسوزونید. گفتم بهتون یه خانمیه اینجا میگه جنگ چیز خوبیه، چون همه جنگ‌ها به ساختن و صلح و اینا تموم شده. گفتم خب اگه اینجوری شما تو خانواده‌ت هم جنگ را بنداز که بعدش صلح بشه، خونه تو آتیش بزن که بعدش ساختمان نو بیاد. حالا نمیدونم جزئیات خودسوزی یک زن در تهران به دنبال دستگیری به دلیل حجاب اجباری. یک مقام آگاه در دادگستری تهران از خودسوزی یک زن در مقابل یکی از واحدهای قضایی این شهر خبر داد. به گفته وی این شهروند جهت پیگیری پرونده خود در ارتباط با موضوع حجاب به دادگاه مراجعه کرده و این اقدام وی پس از رسیدگی نشدن به پرونده‌اش صورت گرفته است. خب از امروز هر وقت رفتید دادگاه های ایران، اونا هم که همه میدونیم به کارتون رسیدگی نمی کنن، بیان بیرون خودتون آتیش بزنید، بعد هم اسمتون میاد تو اینترنت. آها خانم تنازه میگه فیزیک مغزشون اینجوری ساخته فیزیکی شدن. خدا بگم شما را چی کار کنه که بله. جنگ تجاری و سفره خانوار رسید. جنگ تجاری بین چین و آمریکا. آقای ترامپ شارلاتان دروغگو که مخصوصا این چند روز گذشته حتی آمد به تعداد دروغاش اضافه کرد و گفت اصلا من خبر نداشتم چیزی به نام هریکین نمیدونم درجه 5 وجود داره. گفتن آقا 4 تاش تو زمانی که خودت رئیس جمهور بودی انجام شده. این مغزش کار نمیکنه و من تعجب میکنم آمریکایی که من و شما اینقدر بهش میبالیدیم که عجب چکن بالانس داره، یعنی سیستمی هست کنترل میکنه نمیذاره از هیچ جاش آب چک کنه و لیک کنه. اینجوری طرف گفت من نمیرم اونجا، رفته اینجا واسطه گلف بازی میکنه، بعد گندش بالا اومد با دخترش عکس نمیگیره، گفته دختر من چاقه. کسی که خودش از لحاظ چاقی از لحاظ سلامتی و اینها بدترین نمونه است و با اون دختره، چرا اون دختره مثل این یکی و اون دوتای دیگه هرزه و خودفروش نبودن خودشون برای پول به این بفروشن. یه دوست پسری هم داره برای خودش داره جدا زندگی میکن. اون دختری که مسئول دفتر ترامپ بود و نزدیکترینش بود توی مهمونی عرق خورد و مست کرد و آمد گفت که ترامپ گفته اینجوری و این با اون تفنی، اسم جواهر فروشی هست، اسمونم تفنی، تفنی عکس نمیگیره چون تفنی چاق شده. حالا ببین اگه یه آدمی مثل مثلا پرایم مینیستر، نخست وزیر، صدر اعظم کانادا بگه، چون هیکلش، جوانیش، اندامش، ورزشکار بودنش، بوکسور بودنش، کاراته کار بودنش، اون یه چیزی. ولی این مردک دیوانه که دیروز مسخرش میکردن، میگفتن که این رنگ پوستش اینجوری، موهاش اینجوری، بعد همین هریکین شماره 5 وقتی باد میومد موها یکم میرفت بالا گوه این شماره 2ه، وقتی همه چیزا رفت بالا گوه این شماره 5ه. از حالا دیگه بفهم. میگه من به خدا اعتقاد ندارم، پول خدایی میکنه. میگه ترجمه کلمه پرنده افسانه‌ای ققنوس فینیکس، بله اتفاقا اینجا یه شرکت بزرگی هست به نام فینیکس یا همون پرنده آتشین، من براشون کار میکردم و اینا کارشون خرید فروش گل بود، خرید فروش خاک، بعد شغل با در یعنی پردرآمدی هم هست. خیلی جالبه، شما خونه تو میکنی زیر زمین میخوای بسازی، پول به اینا میدادی، خاکر میخت اونجا، طرف میخواد یه جایی گودی پر کنه، پول بهش میداد، خاکر ازش میخرید. یعنی این دوبار از یه خاکی که مال خودش نبود پول در میآورد. البته خب زمین داشت، باید اونجا استاک کنه، باید نوع خاک و بلد باشه، و الا شما اگه این کارو بکنی یه گستیشنی بیاد کانتامینیتد، یعنی خاکی که
چیز شده باشه، کانتامینیتد به ایرانی چی میشه؟ از لحاظ بهداشتی و اینها با بنزین و اینا قاطی شده باشه، اون شما باید یه پولی بدی ببرشم یه راه دور، چون اونجا وقتی دفنش میکنن این خاکو بعد میسوزونن، گازشو میکشن از توش بیرون میسوزونن. اینم از این. خیلی ممنون دوستان، متشکرم. ساعت 3:19 است و اجازه بدید که بله، این به دروغ گفت که دیوار میسازم و مکزیک پولشو میده، بعد به دروغ، اون که اصلا نشد، حالا میخواد پول بودجه مال به اصطلاح ایمیگریشن و اینا رو برداره برای اون که اعتراض شده، اون که نشد، گفت فردا که من برم آخونده رو میندازم بیرون و حکومت فلان، اونم که نشد. آمد گفت تکس بریک میدم. به کی داد؟ به پولدارا و به صاحبای کارخونه و اینها. حتی داد به یک کارخونه ای که کارخونه اون پول برد استفاده کرد، مکزیکو این ور ور ساخت، کارگرارم بیکار کرد، به اصطلاح از اونجا جنس تولید میکنه. حالا رسیده به چین، میگه ما تعرفه میگیریم. تعرفه ترجمهش برای ما فارسی مالیات رو اجناسی که میاد وارد میشه. وقتی شما یه موتورسیکلت، یه دوچرخه رو میخری $100 برای بچه‌ت، حالا این میگه این دوچرخه $125، چی پولشو میده؟ شما پولشو میدید. وقت ترامپ میگه نه، اونا پولشو میدن. الان گفتن هر خانواده در سال $1,000، حالا $1,000 ممکن سوربی که کمچی میخره $500 بده، سعیدی که زیاد چرچی میخره $1,500 بده، ولی میانگین هر خانواده $1,000 باید زیادتر خرج کنه. اینم بابا صد رحمت به اون جورج بوش احمق. اون جورج بوش احمق که آمد به هر کدوم از ما $800 پول داد، یعنی باج سیبیل داد به مردم، اینقدر خوشحال شده بود. چرا؟ سورپلاس دوره بیل کلینتون داشت. و این احمق وقتی آمد گفت که این بدهکاری بالا آورده اوباما، من تا بیام من متخصص بدهکاریم. احمقا نفهمیدن که این متخصص پرداخت بدهی نیست، متخصص بالا بردن بدهیه. تا چند مدت پیش 17% رفته بود بالا که اصلا دیگه الان قابل کنترل نیست. زمینای کشاورزی که کاشتن و پول قرض گرفتن و اینها نتونست بفروشه چیزا رو به چین، الان خارجی‌ها اومدن دارن زمینا رو می‌خرن. خارجی‌هایی که خیلی از این آپارتمان‌های بلند و اینا های رایز و اینا رو مال چینیزان، یعنی فردا اینا اگر بگن آقا بیان رأی گیری کنیم کی آمریکاییه کی نیست، کدوم خانواده کدوم ملک و املاک مال ما هست، اینا برنده میشن. اگه فردا اعلام کنن که هر چی بدهکارید به چینا یا باید بدید یا ازتون میگیریم، یکی از من و شما مش خونه نداره، یکی از من و شما ماشین نداره، همش این بانک‌ها پولای چین و کشورهای دیگه است. عربام یه مقداری دارن ولی به اندازه چین نیست. برید ببینید که چینیا سرمایه گذاریشون تو آمریکا چقدره. و اما میگه ایران گفت $15 میلیارد از محل فروش نفت عایدمان شود، به اجرای کامل برجام باز میگردیم. ایرانم بعد از اینکه ترامپ باز از حماقت از این برجام آمد بیرون و همه گفتن این اصلا نخونده نمیدونه، فقط چون اسمش قرارداد اوبامان آمده بیرون، حالا ایرانم خب به دردسر افتاده. ایرانم هی داره دست پا میزنه، هی میگه اروپا اقلا قبول کنم فلان، و جالبه این کشتی رو گرفتن، اون توفیق توقیفش کرد، اون اومد اونجا نجاتش داد، بعد اومدن به ایران گفتن آقای کشتی شما کجا داره میره؟ گفت آقای کشتی که مال ما نیست، کشتی مال فلان کشور بوده، بیمش مال فلان کشور بوده، خدمش مال فلان کشور بوده، نفتش مال ما بوده، فروختیم، برو از صاحبش سوال کن. خوشتون میاد؟ بارها بهتون گفتم یه ویدیوی من دارم با آقای شاهین ترکمان، برید ببینید راجع به این کشور جیپوتی، راجع به اون جبل الطارق، راجع به اون تنگه‌ای که اون تنگه عمان نمیدونم فلان که اسم میبره، و بهتون گفتم از زمان شاه صحبت از این بوده که از دریای خزر یک کانال بکشن به خلیج فارس که روسیه به آبهای گرم خلیج فارس راه پیدا کنه. این کار رو نتونستن انجام بدن، آخوندها این کار مجانی انجام بدن. چجوری؟
نفت رو از روسیه اونجا میگیرن، جنوب نفت رو تحویل میدن به نام روسیه به کشتی ها بدون یک قرون پول لوله کشی. حالا شما اینجا بشین بگو آخون تو تو حوزه و فیضیه و فلان اینا سوار هم میشن. آقا اگه سوار هم شدن الان 40 سال سوار شما شدن، نمیتونی بیای پایین، نمیتونی از گردت بندازیش پایین. هی مهمونی میذارین $1000 بدین، خرخانه میخواد بیاد لباس شب نشون بده $1000 بدید، آقا رضا میخواد بیاد بره کازینو، قغنوس میاد میره اون بر، فرشگرد میاد، شورای ملی میره، شورای ملی مقاومت میاد، اون میره جنبش فلان میاد. از اون برم که دوستان اساسنامه و قانون اساسی تا دلت بخواد. شما اگه امروز الان بخوای یه مجلس مؤسسان را بندازی اصلا احتیاج به کس قانون دون نداری. آقای دکتر نصر احمدی یه قانون اساسی داره، دوستان آقای آریانپور اینها سالهاست قانون اساسی دارن، آقای چمنارا قانون اساسی داره، آقای فخرآور قانون اساسی داره، تنها کسی که قانون اساسی نداره منم که دوتا قانون اساسی گذاشتم اینجا هنوز یکیشم نخوندم. یکیش قانون اساسی دوره شاه بوده که اینو آقای انصاری لطف کرد کپیش من داد، یکیشم قانون اساسی جمهوری اسلامیه. چند تا از شماها قانون اساسی دوره شاه رو خونده بودید؟ چند تا از شماها اون موقع جوان بودید؟ چند تا از شما قانون اساسی جمهوری اسلامی رو خوندید؟ که حالا که بخوایم باش مخالفت کنیم بدونیم با چی میخوایم مخالفت کنیم. دریای خزر قرارداد 100 ساله و 50 ساله دوستان سال قبل رفتن امضا کردن، امسال تازه میگن ما رسما نامه نوشتیم. میگم آقا یعنی چی رسما نامه نوشتیم؟ من نوعی من میتونم بنویسم این به اصطلاح صفحه فیسبوک رسمی سوربیه، یعنی آفیشالی از طرف من این رسمی، ولی من که نمیتونم رسما به دولت آمریکا نامه بنویسم. چه رسمیتی من دارم؟ طرف یه دوربین برمیداره میره با دوستش سر راک برن چلو کباب بخورن، وای میسه من امروز آمدم اینجا جلوی سفارت روسیه نامه رسمی را تحویل دهم. بعدش چی میشه؟ اگه ازت بگیرن میندازن سش لاشخوار. ایران 2 ماه دیگر به اروپا برای نجات برجام و انجام تعهدات فرصت میده. اینم هی دو ماه فرصت میده. دیدید؟ به بچه میگی من تا 3 میشمارم، اگه این کارو نکنی دوچرختو میگیرم، 1 2، بعد میبینی این کارو نمیکنه دوباره میگی 1، حالا ایران هم میگه 2 ماه، دوباره برمیگرده میگه 2 ماه. بله آماده باشه مادورو و ارتش برای مقابله با حمله نظامی کولومبیا. مادورو که میدونید مال ونزوئلا چیز اومد روسیه به آمریکا گفت آقا تو بی خود میکنی دخالت میکنی، بعد حالا اینا از طریق کولومبیا و کشورهای همسایه و اینها میخوان دخالت کنن، اونم آماده باش داده به ارتش وایسن روبروی حمله نظامی. حزب محافظه‌کار بریتانیا نوه چرچیل را اخراج میکنن. این آقای بوریس هم که توی گرداب افتاده درست مثل گرداب ترامپ داره دست پا میزنه، مجلس رو منحل کرده، به اون مهلت ماه اکتبر داریم نزدیک میشیم و نوشته بحران سیاسی در بریتانیا رویارویی مخالفان برگزیت بدون توافق با جانسون. بله اینم از این. خب ببینیم دیگه براتون چی گذاشتیم. بله بی بی سی راجع به قطر. آها این تیترا من به شما میگم بعضی وقتا اینا تیترایی که می‌نویسن میخوان شما رو جلب کنن و تیتر دروغه. به نظر من باید یه قانونی باشه آدم بره دنبالشون. نگاه کنید تیتر بی بی سی امروز اینو نوشته، بی بی سی فارسی. خب برای کی نوشته؟ برای من و شمای فارسی زبان. با هم میخونیم. بیمارستان ورزشی فوق مدرنی که اعضای بدن وارد میکنند. یعنی شما بلا فاصله میگی چی؟ میگی اون دوستی که میخواد تو ایران کلیه بخره، این بیمارستان کلیهشو میخره میاره تو قطر میذاره برای ورزشکار فلانی که میخواد بمیره از درد کلیه، کلیهش عوض میکنه.
یا اینکه مثلا یه جایی از طریق استمسل و اینها دارن اعضای بدن درست میکنن و این بیمارستان این کار میکنه. والا من هر چی خوندم جز این که این یک بیمارستان پیشرفته ای هست در قطر و ببینید نوشته بیمارستان سبیتا، نوشته خیلی معمولیه ساختمونش. بله جناب سوربی، دارید مالک خداوخشیان توی بیمارستان هست و اوضاعش خیلی بد، براش دعا بخونید. آقا من اگه به دعا معتقد بودم میرفتم آخوند میشدم برای دیگران دعا میخوندم بابتش پول میگرفتم. بنده هیچ وقت نه به دعا بودم معتقد بودم، نه هستم نه خواهم بود. امیدوارم حال ایشون خوب بشه، ولی امیدوارم از سرش شروع بشه، مغزش خوب بشه، بفهمه که دیگه تو این سن و سال نباید تو این کار خبر و استرس و اینا باشه، بره دنبال کارش. اینم از این، این آقای رضا دشتی پور گفته. بعدم تا اونجایی که من میدونم اون آقای صدر مرد، اون آقای سهراب و اخوان مرد، بگید دیگه از این اینایی که تو کار تلویزیون بودن مردن، اینقدر مردن. آقای مانوک خدابخشیان هم فکر کنم 80 هم بالاتر باشه دیگه. ما ایرانی ها هم که خب شپش داشتیم از دور شاه و هزار مریضی و اینها، دیگه خدا شفاش بده، برای این هم دعا برش. میگه آیت الله بی بی سی رو نخونی. نه اتفاق آدم باید بخونه دوست عزیز، باید بخونه تا ببینه که اینا دارن چی میگن. بله بهترین قانون اساسی دنیا اصل قانون اساسی آمریکاست که فقط در دو صفحه نوشته شده. حتی فرانسه هم که مهد آزادی است به پای آمریکا نمیرسه. آقا قانون اساسی آمریکا، من بهت اگه یه روزی وقت کردی بیا صحبت کنی بهت میگم چه اشکالایی داره، چه چیزایی نوشته. اینی که هی چپ و راست اینا متمم اضافه کردن برای همین بوده که هی اصلاحش کردن، و الا اون قانونی که اون چهار تا فور فادرز نوشتن اگه اونو میخواستی رعایت کنی که اوضاع خیلی خراب بود، اونا که خودشون بردهداری و نمیده، اون خیلی خرابه. این متمم ها آمده هنو درست کرده، یه برنامه هم هست دوتا جوون یه ویدیو درست میکنن، نمیدونم چیه اسمش، در تو گوگل بنویسید، انگلیسی شما بهتره، بنویسید چیزایی که واقعا آدم خندش میگیره که تو قانون اساسی آمریکا هست یا تو قانون اساسی ایالت ها هست. یکی یکی اینا رو میبرن ویدیو درست کنن میاره. مثلا هنوز تا هنوز تو یه شهری نمیدونم اوهایو یا آیووا هست کجا هست، میگه شما باید پهنای اسب تو خیابون تمیز کنی. یعنی این قانون رو همینجور عوض نکردن، طرف اینا رو میاره، بعد هی بیل مینویسن، قانون جدید مینویسن، اونا رو لغو میکنن و الی آخر. و اما قانون مردک رئیس مجلس سنا موسکومیچ دیروز گفت اگر ترامپ بگه که ما، باز میدونید که یه نفر راننده کامیون بوده اخراج میشه، بعد میره اسلحه بخره، بک‌گراند چک میکنن اسلحه بهش نمیدن، میره از یک فروشنده خصوصی میخره، مثل من از شما بخرم شما از اون بخرید، اینا دیگه چک نمیشه. بعد 7 نفر زد کشت، آها داشته میرفته پلیس این راهنمای نمیزنه، یه کاری میکنه پلیس استاپش میده، عصبانی میاد تیراندازی میکنه و بعدم میره یه بیچاره یه زنی که با ماشین اداره پست داشته میرفته اونم میکشه، ماشین اونو برمیداره که برای یه چند دقیقه پلیس فکر میکرد دو تا ماشین، یکی تویوتا پیکاپ تراکه، یکی هم این مینیون مال اداره پست شلیک میکنه و زد یه عده رو کشت. اینها بعد میگن آقا اینجوری که نمیشه که اگر سوربی میخواد اسلحه بفروشه و سعید میخواد اسلحه بخره باشه، ولی باز اینا هم برن مثلا ماشین که میخوان بخریم، مگه نمیریم دی ام وی؟ مگه حتی من اگه به بچه‌م ماشین بفروشم نباید بره دی ام وی سند رو بنامش کنه؟ از این پروسه بک گراند چک بگذریم. میگن نه شما برین جلو اونا رو بگیرید. و اینا موندن و این مردکم با این پوزش و با این قیافه مثل لاک پشتش، والا صد رحمت به لاک پشت، گفت اگر ترامپ بگه ما این قانون رو میاریم رو فلور، یعنی میاریم تو مجلس صحبت. ترامپ هم یه روز میگه که حتما اینو میگم، فردا میگه نه همین قانونایی که داریم خوبه. مردک دیوانه است، شارلاتانه، شاید نباید بگیم دیوانه، هم باید بگیم شارلاتانه، دروغگوه. و اینم از این. بله میگه آقا فرانسه مهد آزادی نیست. امروز یک کانال تلویزیونش گفت ماکرون
شاه دنیاست. خب اینم از این ماجرا. بله این بیمارستان با هدف انجام پیشرفت‌ترین تحقیقات علمی اعضای بدن وارد می‌کند و برخی از بزرگترین ورزشگاه دنیا از جمله آنخل دی ماریا نیمار فلان امیرخان سانبارتون در آن درمان شده. خب از کجا اعضای بدن میاره؟ وقتی ما این برنامه می‌خونیم که چین زندانی‌ها رو شکنجه میده و میکشه و اعضای بدنشون رو به دنیا میفروشه، خب اینا اعضای بدن از کجا میارن؟ اگه خرید و فروش اعضای بدن غیر قانونیه، چجوری اینا میتونن اعضای بدن وارد کنن تو بیمارستان قانونا به مریض که الان نمیشه اسم اینا رو گذاشت بدن؟ نمیدونم. اینم مال بی بی سی بود. ببینیم خبر بعدی چیه و ما هم دیگه بریم کم کم. و اما اینجا خب اینم از صفحه گویا نیوز. آها این شارلاتان احمق ترامپ آمده یه عکسی رو از انفجار، از منهدم شدن یک موشک ایرانی گذاشته رو توییتر و فرستاده که بعد اینایی که تو کار چیزای مخفی هستن، وزارت اطلاعات و سیای اینا، گفتن آقا این محرمانه و فوق محرمانه بوده. تو وقتی این عکس رو میذاری ایرانیه میفهمه که این عکس از چه زاویه گرفته شده، حالا چند مایل بره بالا ماهواره ما رو بزنه. البته اونا گفتن که این یه پهباد بوده از این هواپیمای بدون سرنشین و جاسوسی که الان این روزا ساختن دیگه صدا هم نمیده چون موتور نداره، برقیه، چارج میشه میره و صدا هم نداره. و اینو برید توی، اگه اومدید واشنگتن، البته اون معتادی که میگه واشنگتن با ویرجینیا فرق میکنه، احمد جون، دو تا فرودگاه واشنگتن تو ویرجینیا، موزه سپیس میوزیوم واشنگتن تو ویرجینیا، تمام ادارات دولتی بزرگ تو ویرجینیا. حالا تو چند سال سرت تو مواد بوده و یه روز دیدمش بدبخت اومده بود تو تلویزیون رنگارنگ، دستاش سیاه و اینا، به اون دوستمون گفتم آقا این قشنگ بوده چرا اینجوری شده؟ گفت آقا مواد. گفت اونایی که پول دارن مواد میکشن، شما نمیفهمی، اونی که پول نداره هر آشغالی میکشه اینجوری میشه، میشه اینو بهبانی. جالب اینه که این به من میگه ببین دوستات ولت کردن. سعید بهبانی منو ول کرد. سعید بهبانی که انقدر التماس کرد که لیلا به من التماس کرد براش تلویزیون راه انداختم، بعدی هم که تلویزیون راه انداخت هر روز التماس کرد که من راهنماییش کنم، که دیگه آخر کار گفتم آقا خسته شدم، خب من اگه بخوام انقدر به این اون راه اندازم میرم کار میکنم، خجالت بکش مردک، مگه تو نمیگی برنامه من نگاه نمیکنی؟ خب اگه نگاه نمیکنی خفه شو، برو بشینم رادیو اسرائیل رو نگاه کن، برو بشین برنامه بذار، دو تا برنامه گذاشتی دیدی یه من نون چقدر آرد میخواد و تو نه مرد کهن هستی و نه گاو نر هستی، تو یه بزغاله بیش نیستی. خب جاسوسی از جاسوسان منبع عکس، جاسوسی از جاسوسان منابع عکس ترامپ را فاش کرد. من نمیدونم ما اینا رو چجوری بخونیم. دوستان نگاه کنید، وقتی بهتون میگم طرف همونجوری که حرف میزنیم اگه می نوشت من و شما میتونستیم بخونیم. آقا این فارسی نوشته ولی من نمیدونم چجوری بخونم. سرتیترم هست، نگاه، نوشته جاسوسی از جاسوسان منبع عکس ترامپ را فاش کرد. پنج روز پس از انفجار در سکوی پرتاب مرکز فضایی امام خمینی در سمنان، علی ربیعی سخنگوی دولت روحانی وقوع آن را تایید کرد اما ادعا کرد که این انفجار ناشی از خرابکاری نبوده و تنها یک مشکل فنی است. برخی رسانه ها از نقش حمله های سایبری در ناموفق بودن فعالیت های آزمایش موشکی و پرتاب ماهواره در ایران خبر داده بودند. همزمان با این اظهارات NPR نیز در گزارشی
مدعی شد منبع عکس با منبع عکس با کیفیتی که ترامپ از این انفجار توییت کرد را کشف کرده است. رئیس جمهور آمریکا ساعتی پس از انفجار در روز پنجشنبه تصویری با کیفیت را منتشر کرد که سکوی پرتاب را پس از این انفجار نشان می‌داد. او همچنین در متنی دو پهلو گفت آمریکا در این انفجار نقشی نداشت. که حتی دوستان گفت که من برای ایران بهترین ها را آرزو میکنم و امیدوارم موفق باشن. ولی موفق باشن در چی؟ در موشک هوا کردن؟ از اون ور تو میگی ما نمیخوایم اینا دسترسی داشته باشن. از این ور اینجوری میگی این آدم شارلاتانه. آدم شارلاتان کسی که چهار تا هریکین یا طوفان به شدت پنج نه پنج ریشته را آمده و حالا تازه وایساده میگه که من هیچ وقت نشنیده بودم ما چیزی داشته باشیم به نام طوفان شماره پنج به شدت پنج. حالا وای به حال من و توی بیچارهی که جزء 330 میلیونی هستیم که این احمق چوزنوار ما هست. خب دوستان عزیز بس هرچی گفتیم. ما اگه شما دوست داشتید و برنامه رو نگاه کردید حمایت کنید. یکی از دوستان که هر ماه سر ما 50 دلار حمایت میکنه این ماه هم لطف کرد. من گفتم بهتون چند روز حال نداشتم و نتونستم ازشون تشکر کنم. امروز تشکر کردم و ممنون و متشکرم. شما هم به سهم خودتون حمایت کنید، برنامه های خودتون رو اینجا داشته باشید و سخن خودتون، حرف خودتون پیام بذارید. بعد بگید سر به این پیام پخش کن، 10 دلار هم من فرستادم، 5 دلار هم من فرستادم. مرده خوری و مفت خوری رو کنار بذارید و اون ترسویی که با شماره 805 زنگ میزنه فحاشی میکنه، احمد 57 سال پدر شاه و شاه فحاشی کردن، ملت با تیپا انداختنشون بیرون، 40 سال این آخوندا دارن زور میگن فحاشی میکنن، به زودی مردم اینا رو میندازن بیرون. حالا تویی که آمدی اینجا آدم نشدی، خب ما چی داریم که به تو بگیم؟ ما حرفی برای گفتن با شما نداریم. آقا برو کانالای لس آنجلس رو گوش کن، خوش باش. امیدوارم این معتادی که همینجا هست تو ویرجینیا تو فارسش یه برنامه بذاره، شما مشنگا شما خورچلا رو دور خودش جمع کنه. برای ایشون هم آرزوی موفقیت، آرزوی رهایی از اعتیاد و آرزوی عقلی سالم داریم. روز روزگار بر شما عزیزان خوش. با امید دیدارتون جمعه. امیدوارم آقای امیر حسین لادن هم این جمعه با ما باشن. یه بار دیگه از شما ممنونم که برنامه توجه کردید. اگه برنامه ما رو شیر میکنید یا اون واچ پارتی بذارید و اینا، ازتون بیشتر تشکر میکنیم و ممنون هستیم. اگر هم حمایت کنیم که دیگه بهتره، بهترین ها میشه. مرسی.